بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر داشته باشید. جمعه 16 ماه جون سال 2017 میلادی و 26 خرداد 1396 هست. منتظرم که از آقای مهدی ذوالفقاری خبری بگیرم که آیا ایشون با ما هستند امروز یا نه. دیروز لطف کردن زنگ زدن، من در یک جای ویدیو اسایمنت یعنی یک کاری داشتم در رابطه با ویدیو و اونجا نمیتونستم صحبت کنم و امروز هم صبح زود برای ایشون نوشتم که الان هم صبح زوده، دلم نمیاد بهت زنگ بزنم. بهتره افرادی مثل آقای ذوالفقاری، مثل من که اختلاف ساعت داریم، وقتی زنگ میزنیم قشنگ توضیح بدیم سوربی من زنگ زدم بهت بگم جمعه نمیتونم بیام چون مثلا برنامه رادیو پویا 14 هم صحبت کردم اینها، یا جمعه میتونم بیام. اینجوری دیگه به من زنگ بزن بعد من بیام اینجا 6 صبح 3 بعد نصف شب شما زنگ بزنم، شما هم ناراحت نگران که این چی بود و اینها، به نظر من خوب نیست. در صورت حالا نگاه میکنم رو فیسبوک براشون نوشته بودم که آیا با ما خواهید بود امروز یا نه، یا اگر برنامه رو میبینن بنویسن که هستند یا نیستند. اجازه بدید من این برنامه سوربی با مردم رو از طریق صفحه شخصی خودم فیسبوک به صفحه تلویزیون مردم هم روی فیسبوک منتقل کنم. ممنونم از این دوستم. من دوستان از همه تون خواهش میکنم به من نگید استاد، بنده استاد در هیچ رشته‌ای نبوده، نیستم، نخواهم بود، چون اگه کسی واقعا بخواد به مقام استادی برسه هر روز که داره اون کار رو انجام میده میدونه که چقدر نمیدونه. چون آمریکایی‌ها میگن شما نمیدونی چقدر نمیدونی تا وقتی که یه چیزی رو میدونی تازه میفهمی که اونو نمیدونستی. در صورت به هم دیگه استاد نگیم. بنده یک زمانی درس میدادم توی هنرستان رشته برق، انقدر بلد بودیم از این انقدرم انقدر چی به بچه‌ها یاد میدادیم، حالا همه اینا کهنه شده گذشته رفته. در صورت ممنونم این آقای روانیار و متشکرم از حامد عزیز. حامد امروز تعطیلی، نشستی اینجا پای برنامه، امیدوارم که کارت از دست ندی. بذارید براتون، چون جمعه هست و یک کمی هم چهارشنبه، ما عصبانی شدیم از دست این افراد نابکار مثل این آقای پیمان عارف، امروز جمعه رو یه مقداری به خوشی و خوبی با شما بگذاریم. سالها پیش وقتی که من برنامه داشتم با دوستان در تلویزیون رنگارنگ و 22 تا مجری هر کدومش مخالف اون می اومدن و یه چیز جدیدی بود تلویزیون ایرانی، ایرانی‌ها تجربه نداشتن، میگفتن آقا این تلویزیون یکی شاه اللهیه، اون یکی تلویزیون مال کمونیست‌هاست، این دیگه چیه، یه تلویزیون متفاوت، این ساعت سوربی میمد، اون ساعت استاد فلانی میمد، اون ساعت دکتر فلانی میمد و هر کسی نظر خودش رو میگفت. یه دفعه یه بیننده زنگ زد گفت آقا خدا لعنتتون کنه، خدا بگم چیکارتون کنه، حالا مثلا ساعت 3 صبح به وقت ما شاید اینجوری بود 8 ساعت 12 ساعت می‌نشستیم برنامه می‌ذاشتیم، گفتیم آقا همه دارن تعریف میکنن از تلویزیون رنگارنگ، شما چرا داری اینجوری خدا لعنت کنه و نفرین اینا؟ گفت آقا من دیگه از دست شما کم کم شغلم و کارم رو از دست میدم. گفتیم چرا؟ گفت میشینم میگم یه ساعت دیگه میخوابم، یه ساعت دیگه میبینم این برنامه بهتر از قبلی، این برنامه بهتر از قبلی، و من نمیدونم چه خاکی بر سرم کنم. در صورت حامد جان، این توی آمریکا میگن دیسکلیم، سلب مسئولیت، اینجوری میشه، یعنی ما مسئول نیستیم، ما اگه فردا کارت از دست دادی بعد زنگ بزنی بگی من سوربی کارم از دست دادم، حالا این پولای زیادی که از جمهوری اسلامی، از رضا پهلوی، از مجاهدین میگیری، از سازمان MI6 MI5 KGB نمیدونم CIA و اینا، بیا با ما شریک بشو. راجع به این که بیا با ما شریک بشو اینها، یه دوستی مدت ها پیش تماس گرفت از روی فیسبوک که من در رادیو تلویزیون ها برنامه داشتم چنین و چنان و اینها و حالا میخوام با شما همکاری کنم. گفتم خب بفرمایید، خوشحال میشیم اتفاقا کسی که توی تلویزیون های دیگه برنامه داشته باشه بیاد اینجا ما یاد بگیریم. و گفت خب حقوق چند میدید؟ گفتیم که والا هرچی خودمون در میاریم 100% میدیم به شما، ما که چیزی در نمیاریم، 100% زیرو میشه، 100% صفر میشه صفر. بعد خندید و گفت پس
شما مجانی کار میکنی؟ گفتم آره دیگه، عشق عشق آتش بود و خانه خرابی دارد. حالا اینجوری این آتش عشق علاقه افتاده تو جون ما و خانه خرابم شدیم. بعد گفتم ببین شما میتونی بیای برنامه بذاری، هر کدوم از شما میخواین دوستم من باهاتون صحبت میکنم، 4 تا 6 تا برنامه بهتون میدم، بیاین اجرا کنید. بعد به دوستان بیننده ها یا به کاسبی، به دکتری، به محلی چیزی بگید من برنامه دارم، اونا حمایت کنن، بعد مخارج تلویزیون بدید. ولی از این که هر کسی زنگ میزنه میگه آقا اگه من بیام تو تلویزیون نمیدونی بیننده ها چقدر میشن، میگم والا من میدونم چقدر میشن، ولی شما که نمیدونی یا شما که میدونی بیا، شما که اینقدر اطمینان داری برنامه هات گل میکنه، منفجر میشه اصلا تلویزیون مردم رو، اینجا که چه بگم، همه رو کره ماه و کره مریخ میشینن دو بعد از اون که برنامه من و شما رو ببینن، شما این مبلغ ناچیزی که ما میگیم پرداخت کن، برو از هر جایی که دلت میخواد از اون بیننده هایی که میان بگیر. در هر صورت مرسی. آقای علی ترابی میگه کاکو جون من میام برات مجانی کار میکنم. نه 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 نه، شما چون تازه وارد هستی تو آمریکا از خودشم سوال کنید. اول بهش گفتم اول زبان، دوم زبان، سوم زبان. دوستان هر جا وارد میشید زبانشون رو برید بخونید یاد بگیرید که با اون مردم یکی بشید. ضمناً هر یه زبان که بدونید، شما یادش به خیر آقای افلاطونی معلم زبان انگلیسی ما بود تو هنرستان و میگفت گیسای بلندی هم داشت، همیشه اینجوری میکرد و میگفت که هر یه زبان که شما بیشتر بدونید شما یه آدم بیشتر هستین. من این گفتم یه آدم بیشتر یعنی چی؟ بعد حالا میفهمم اینا هم دارن. شما اگه فقط فارسی بدونید یه آدم هستید که فارسی میدونید، اگه فارسی و ترکی بدونید دو تا آدم هستید شما، یه آدم که فارسی میدونه یه آدم که ترکی میدونه. این دیدم خانم شایسته الهامی فارسی مینویسه، ترکی مینویسه، فرانسوی مینویسه، انگلیسی میدونه. ایشون تا اینجایی که من میدونم 4 تا آدم، ارزش ایشون 4 برابر منه. خب البته منم 3 تا زبان میدونم، همش هم دست با شکسته، همین زبان فارسی رو هم بلد نیستم. در اصل ممنونم از اون دوستمون، ولی تو رو خدا، حالا من میگم تو رو خدا، تو برنامه قبلی یه نفر من میگه آقا از ایشون بپرس که اسلام باور داره، میگم آقا شما هنوز یاد نگرفتی از کسی نباید بپرسی دین چیه، باور داری یا نه. میگم حالا برای چی میپرسی؟ میگه برای که ایشون تو صحبتاشون گفتن انشالله. میگم آقا روزی 100 بار، همه اولی هم که براش نوشتم نوشتم والا، خود منم روزی 100 بار میگم ایشالله. حالا منظورم این نیست که انشاءالله عربی باشه و پیغمبر، آقا این زبان ماست، ول کنید، به قول شمالی ها، به قول تهرونی ها وا بدین، بریم به چیزهای مهمتر برسیم. در اصل ممنون و متشکرم. آقای مهدی ذوالفقاری اگر برنامه رو ببینی ببینیم هستی نیستی، انشالله برنامه های آموزنده و خوب همیشه برقرار باشه. بفهم پسر عموی من مینسه انشالله، آقا حالا بیاریم اینجا تفتیش عقاید، آقا شما که گفتید انشالله امشب شب قدره، میری نماز میخونی یا نه؟ به من چه، به تو چه؟ مگه من و تو خودمون به این آخونده فوش نمیدیم میگیم تفتیش عقاید میکنن؟ ولی خودمون تفتیش عقاید میکنیم. پس فرق من و شما با اونا اینه که فعلا ما قدرت نداریم، همین تو فیسبوک به هم دیگه زور میگیم. قدرت پیدا کنیم تو شهر، تو ده، تو خیابون، تو اداره به همه زور میگیم. درست میگم؟ اگه درست نمیگم شما که دوستمی بگو درست میگی، اگرم درست میگم شما که دشمنی بگو درست نمیگی. چی بگیم آخه؟ خب ممنونم از دوستی که از خلیج فارس برای ما اون روز پیام فرستاد و ایشون وقتی صحبت میکنن کلماتی رو که استفاده میکنن برای بعضی از ماها ناآشناس، و من پرسیدم گفتم دیگرانم میپرسن که شما چرا اینجوری صحبت میکنی، ایشون در عرض 6 7 دقیقه پاسخ داده. اینو با هم ببینیم و بشنویم که چرا این دوست ما اینجوری مثلا میگه، حالا مثلا ما هممونم میگیم میپرورانم، در صورتی که یا یه چیزایی میگه جالبم مثلا یادم نیست، اون روز تو برنامه گفتم، حالا اگه بتونم پیدا کنم، یا چه کاغذها رو همه پاره کردم. ضمناً آقای مهدی ذوالفقاری توضیح دادن که کلمه می قبل از هر کلمه ای اون کلمه رو به صورت استمراری، استمراری یعنی چیزی که مرور داره، جریان داره، در میاره. آره این دوستون مثلا میگه می تکراریم،
می تصورین، در اصل که من و شما میگه تکرار میکنیم، تصور میکنیم. حالا ایشون توضیح میده که چرا به این صورت این کلمات رو تلفظ میکنه یا به قول بعضیا ادا میکنه. بریم این رو برای شما بذاریم. دوستان در حین دیدن این برنامه یادتون باشه که شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، و همیشه گفتم باز هم میگم به عنوان مهمون بیان برنامه ما باشید، ولی باز هم میگم همیشه هم گفتم مهمون مثل نفس تازه است. درسته که خیلی خوبه وقتی میاد اکسیژن، انرژی، خوشحالی، شادی، ولی اگه همین نفس تازه رو توی ریه‌تون نگه دارید میکشتتون. پس مهمون درسته که حبیب خداست، ولی برای یه روز، نصف روز، یه ساعت، دو ساعت، اگه زیاد موند میشه صاحب خانه. پیام این دوستمون رو پیدا کنم، پخش کنم براتون تا با هم یه چیزی یاد بگیریم. هدف این تلویزیون اینه. یه دوستی برای من نامه نوشته بود، اون روز خوندم، نوشته بود سربی نادان. گفتم آقا معمولا وقتی مثلا به یک میگن نادان، موقعی که اون ادعای دانش کرده باشه، من که میگم بابا، حالا یا بو علی سینا یا یکی دیگه از دانشمندای ایرانی گفته تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همین نادانم، و من به نادانی خودم آگاه هستم، به همین خاطر میام اینجا که از شماها یاد بگیرم. حالا دیگه شما چرا هی به من میگی نادان؟ بعد گفت نه منظور من، حالا میگه دوستم و اینها، همون آقا یا خانمه، نمیدونم اسمش هم والا کردیه، واندا اگه اشتباه نکنم. بعد براش نوشتم شما کرد هستی؟ چون بنده در کرمانشاه هم خدمت کردم، دیگه جوابی ندادن. امیدوارم این دوستان مخصوصا اگر مخالف من هستید بیاین با هم صحبت کنیم. ببینم این پیام دوستمون رو کجا گذاشتم، یک لحظه با من باشید. میخواستم گذاشتمش تو قسمتی که حتما نگاه کنم، حالا اون قسمت پیام صوتیش رو نمیتونم پیدا کنم و ببینیم که بله بله، پاسخ شما به طرز استفاده از کلمه ها، مثلا این کلمه ها رو بعضی ها میگن کلمات، حالا کلمه ها درسته، کلمات درسته، میدونید فارسی و عربی و فرانسه و روسی و اینها قاطی شده، ممکنه زبونی که ما صحبت میکنیم اون زبان اصلی هیچ رشته ای نباشه، اشکالی هم نداره، ولی یه زبان باز میگن زبانهای زنده و پویا هر روز چیزهای جدید یاد میگیرن. زبانهای مرده اینه که مثلا مثل خط میخی بعدم باید بری متخصص بیاری تا یه کسی برات ترجمهش کنه. میگن تقدیم حضورتون میشه دوستان، با هم بشنویم این دوست خوبمون رو از خلیج فارس، و از ایشون میخوام که راجب قطر که الان وضع خوبی نداره، برامون هم نوشته بودن که چجوری است، راجع به بحرین یه مقداری برای ما صحبت کنید، اوضاع بحرین به چه صورتی هست. و یادمونه که موقع اون بهار عربی بحرین هم یه کمی شلوغ شد ولی تمام شد سر صدا. الان اوضاع چطوره؟ آزادی اونجا هست نیست؟ و این کشورهای عربی دیگه کم کم داریم به اون نتیجه میرسیم که آقا ما اصلا باید یه دیکتاتور بالای سرمون باشه. من ساکت میشم، میکروفون در اختیار این دوستمون، بفرمایید. سلام به بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم و جناب سربی. آی سربی، سؤالی پیرامون سبک و یا طرز استفاده از کلمه ها مطرح کردید، امیدوارم با این گفتار پاسخش را بروشنم. میگویند فارسی شکر است، این را ایرانیان گفتند. وقتی میتوان درباره برتری مسئله و یا موضوعی حکم صادر کرد که رقیبی در برابر باشد و از میان آنان بهتر و بهترین را شناخت و اعتبار داد. تمام زبانها به درجه های مختلف کمبود دارند. از مشکل های زبان فارسی یکی دیکته است که دشوار میباشد، زیرا خیلی از حروف به این شکل تلفظ می شوند، خیلی از حروف به یک شکل تلفظ می شوند و به چندین شکل نوشته. زبان ترکی هم همینطور بود. بعد از آنکه به جای حروف عربی از حروف لاتین استفاده کردند، خواندن و نوشتن زبان ترکی بسیار آسان شد. این را نباید دعوت به تغییر حروف زبان فارسی و نگارش امروز تعبیر کرد،
بلکه این وضع دشوار دیکته فارسی یک واقعیت است و باید با آن زیست. با تغییر حروف رشته فرهنگ و دانش گذشتگان گسسته گشته و به ضرر ملت و فارسی زبانان می پایاند. دیگر مسئله زبان فارسی همان استعمال اسم پس از آن یکی از فعلها مانند کرد، خورد، زد، شد، رفت و غیره است. مثال میگوییم ضرر کردم، سفر کردم، بزرگ کردم، به هدر رفت، زمین خوردم، سرما خوردم، ضربت خوردم، شکست خوردم. از جمع کردن اسم و فعل که در جمله های زبان فارسی استعمال می شود هنگام ترجمه حرفی و یا متن کلمه عبارتی غیر معقول بار می آید که فارسی زبانان با تکرار به آن عادت کرده و کمبودش را درک نمی کنند. اکنون خود را جای یک خارجی که خواهان فراگیری فارسی است بگذارید. چطور می توانیم این عبارتها را برایش ترجمه کنیم و یاد دهیم که این عدم دقیق بودن کلمه ها هنگام استفاده معنی مخصوصی دارند که با معنی کلمه متفاوت است؟ مثلا زمین خوردن بشود I ate ground، سرما خوردن بشود I ate cold. خیلی از عبارتهایی را که معمولی استفاده کرده و برای همزبانتان روشن و معنیش معلوم است خودتان ترجمه کنید تا به مشکل زبان فارسی برای خارجیان پی ببرید. شادروان احمد کسروی به این موضوع اشاره کرد. او گفت بیایید از اسمها فعل بسازیم. مثلا بگوییم به آمریکا سفریدم یا سرما بیماریدم. نه سرماییدم چون معنیش شکایت از سردی است، یا در معامله ضرریدم یا بازیدم. خیلی کلمه ها را میتوان به سادگی مانند بقیه عبارت های مورد استفاده تغییر داد. مثلا میگوییم میفهمم، میدانم، میخوانم و غیره. چرا نمیشود بگوییم میتصورم، میسفرم و یا میعطسم، میسرفم، میپیامم، میگفتارم یا تصوریدم، سفریدم، عطسیدم، سرفیدم، پیامیدم، مانند پاییدم. این پاییدم را قبول کردی چون معمول است. چرا نسبت به بقیه کلمه ها حساسیت نشان می دهید؟ درست و یا غلط بودن این طرز تغییر در کلمه ها مطرح نیست، بلکه ساده نمودن زبان و استفاده با معنی دقیق تر از آن مطرح است. با این تغییر موضوع سخن و نوشته را ساده تر می وصفیم و می شرحیم و از استفاده از کلمه فعل در آخر هر عبارتی می کاهیم. می کاهیم به جای کاهش می دهیم. بهره برداری از این طرز تغییر در استفاده از کلمه ها مشکل دستور زبان فارسی نیست، بلکه در مغز انسان است که هر جدید و یا نوین هر چند برتر را رد کرده و خواهان اندیشیدن به آن هم نیست. این تغییر در استفاده از کلمه ها زبان را می بهترد و می آساند. بیش از 5000 کلمه عربی در زبان فارسی مورد استفاده است. بیش از 3000 کلمه فارسی به زبان عربی رفته. عربی خاصیت هضم کلمه را به سادگی دارد. مثلا کلمه بوستان که فارسی است به بستان تغییر یافته و از آن کلمه هایی با معنی ساختند، مثل بستنه یعنی بوستانداری، بوستانی یعنی کارکن در بوستان یا باغدار. این تغییر را در دانش دستور زبان عربی و یا نحوش صرف می نامند که معنیش خرج کردن و مورد استفاده دادن است. زبان فارسی کلمه های عربی را در خود جذب و به آنها تغییر داده یا تغییریده. ببخشید تا ببینید چون خودم هم عادت نکردم داستانی نمیتونم این حرفا رو بزنم. کلمه های عربی در متن فارسی معنی دیگری دارند و به شکل دیگر مورد استفاده هستند. تغییر اسم به فعل درک زبان فارسی را برای خارجیان می آساند و زبان فارسی را می پاکد. از تکرار فعل مانند کردن، زدن، خوردن و غیره که خارج از منطق و معنی اسم قبل از کلمه فعل است دوری می شود. امیدوارم این کوتاه شرحیدن شما را قانعیده و فکریدن مانند اندیشیدن را برایتان برمغاند. متوجه شدید؟ اندیشیدن را میپذیرید اما فکریدن را نه. همینطور کلمه میقبولید مانند میپذیرید را میردید،
یعنی رد می کنید. موفقیتتان را آرزو می کنم. بسیار ممنون، توضیح کاملی بود و قشنگ. همینو که باید عادت کنیم، تکرار کنیم تا به اصطلاح جا بیفته. و چقدر جالب بود، تا حالا فکر نکردم که وقتی یه چیزی رو به این صورت میگید هم یک کلمه کمتر میشه، هم اون کلمه مثلا تصور کردن، تصور کردن که فعلشه میشه تصور، میتصورم، میشه یه دونه کلمه. مرسی، متشکرم، منتظر برنامه دوشنبه شما هستیم. یه اسمی هم برای دوشنبه انتخاب کردن به نام عقل و مغز و اینها، و تا حالا 7 قسمت هم برنامه رو به اصطلاح فرستادن به صورت آدیو. ما همچنان منتظر آقای مهدی ذوالفقاری هستیم که اگر لطف کنن با ما ساعت 3 باشن، و اگر نه که یه برنامه رو توی رادیو پویا داشتن با آقای، اینجا نوشتن، مهدی ذوالفقاری، رادیو پویا یا مجله پویا، و اگر بخوان اون رو ما پخش میکنیم. چون من از ایشون سوال کرده بودم، وقتی که من سوال کردم که این چیه نشسته تو کنگره، یه روز فخرآور میره، یه روز نمیدونم آقای سینا دبستانی میره، و اون آقای فرهمند کلایه و آقای عزیزان و پرچیزاده و اینها میرن، یکی از دوستان نوشته بود شما گفتی که هر جا آشه کچلک فراشه، ولی آشی نبود. گفتم آخه برای که شما کچلک نیستی، اگه کچلک بودی میدونستی کجا هر آش هست. و حالا ببینید این آقای رضا تنبل، رضا پلوی، چون دید این دو سه نفر رفتن و از اون ور شنید که ترامپ گفته که ممکنه ما رژیم ایران رو عوض کنیم، فوری خودش رسوند به این جان مکین دیوانه عقب افتاده 80 ساله که دیگه حرفای خودش هم یادش رفته، و فکر کرد که خب اگه یه پولی باشه اینم بگیره. دوستان ببینید چقدر هم جالب میشه، میدونید تو ایرانی یه چیزی داریم میگیم تا سه نشه بازی نشه، هم چقدر واقعا ممکنه همچه اتفاق بیفته که مثلا آقای رضا پهلوی به زور چوب و چماق و اسلحه اینها بره ایران، بعد مردم ایران همون بلایی که سر پدر بزرگش و سر پدرش اونا نیاوردن، ولی اونایی که گذاشته بودنشون سر کار، بابا بزرگش انگلستان، باباش آمریکا، سر اینم بیارم. من وقت میشه همون دیگه، تا سه نشه بازی نشه، این بدبخت هم میاد بره بیرون و هیچ که نمیاد حتی بدرقش. و جالب اینه، برای یه دوست دیگه نوشتم که اگر این اینقدر غیرت داشت نمیمد آمریکا زندگی کنه، آمریکایی که باباش تو اون حالت مریض و اینها بهش جا نداد، و آمریکایی که اینجوری باهاش رفتار کرد اینا. ولی خب غیرت یخته، البته پول چخته میگن، یعنی زیاد داره. بماند. دوستان عزیز، برنامه روز جمعه است و عکس شاه در ماه رمضان. حالا حتما فکر میکنید موقعی که داره نماز میخونه و اینها، نه، دیدید که الان هی میگیم آقا این آخوندهای پدرسوخته، آقا چه کار داری به مردم؟ روزه هستن روزه نیستن، به تو چه؟ مگه نمیگی تازه بگو امر به معروف یا نهی از منکر؟ دیگه با چوب و چماق که نباید بیفتی به جون مردم. بگو پسر برو روزه بگی، خانم مثلا بعد روزه خوردن این میشه نهی از منکر، اون اولی میشه امر به معروف. حالا دوستان ببینید وقتی که یادتون میره، اون روز من گفتم که آقا ما میدونید تو خیابونایی که کوچه‌هایی که باز می‌کردیم همش آسفالت بود، بلوار بود، وسطش گل رز بود، ولی ما دوست داشتیم می‌رفتیم خاک می‌آوردیم می‌ریختیم رو آسفالت، تو خاکی بازی می‌کردیم، دوست داشتیم فوتبال، والیبال، گل کوچیکو تو خاک بازی کنیم. یه دوستی که آقا دیوونه شدی، همه جا خاکی بود، شنی بود. گفتم آقا من مسخره می‌کنم، چون الان یه دوست دیگه هم فرستاده نشونتون میدم که آقا CIA خودش گفته بابا ما کودتا کردیم، انقدر پول دادیم، به کیا پول دادیم، اسم ماموریت چی بود. باز این دوستان شاهولا میگن نه آقا کودتا نبود، این قیام ملی بود. آقا خانم از امروز بیاین بگید این قیام ملی بود، بلکه از رو برن، سرکاستیک فکر کنم اینا بهش میگن، به طعنه مسخرهشون کنیم. مقررات ماه مبارک رمضان، ای کاش این تاریخ داشت، ولی از
شهربانی و ایناش معلومه که این مال دوره شاه بود. اعلامیه امروز از طرف شهربانی کل کشور انتشار یافت. ترجمه میکنم، نگفته شهربانی کشور شاهنشاهی. شهربانی کل کشور ماه مبارک رمضان را همگام با ملت مسلمان ایران استقبال میکند و بدین وسیله به استحضار اهالی محترم تهران و شهرستانها میرساند که ماموران شهربانی آماده ایجاد همه نوع تسهیلات لازم برای انجام فرایض مذهبی و عبادات در این ماه میباشند و توجه همیانان عزیز را به نکات مشروعه زیر جلب مینماید. یک، تظاهر به روز خاری مطلقاً ممنوع. مطلقاً دوستان، قدر مطلق میدونی یعنی چی؟ یعنی نمیتونی بگی آقا مریضم، سرم گیج میره، مسافرم. تظاهر به روز خاری مطلقاً ممنوع و ماموران شهربانی، نه بسیج، نه گشت ارشاد، نه پاسداران، ماموران شهربانی موظف به جلوگیری از هر گونه تظاهر میباشه. دو، مهمانخانه ها و مسافرخانه ها میتوانند بدون تظاهر فقط برای مسافران خود غذا تهیه کنند. 3. سینماها و تماشاخانه ها و نوشابه فروشی ها در روزها و شبهای 17، 18، 19، 20 و 21 آبان ماه که مصادف، حالا اون موقع ماه آبان بوده، الان ماه خرداد میشه، میدونی که این ماه و یکیش با ماه، یکش تقویم ماهیه، یکش تقویم سالی خورشیدی مذهبی، هی میچرخه، یه بار تو تابستون میشه ماه رمضان، یه بار توی زمستون میشه. فقط دوستان بهایی هستن که چون خیلی زبل و تیتیش مامانی و عزیز نازی هستن، اومدن درست ایام عید رو قبل از عید گذاشتن 19 روز روزه میرن که بعدش هم قشنگ با خیال راحت بتونن شیرینی های عید رو بخورن. اولا ایام عید فکر کنم در سر تا سر دنیا هوا خوبه، دوما روزا و شبا ساعاتشون اینجوری نیست که الان از 4 صبح، مثل اینا که روزه میرن از 4 صبح تا 8 شب، ای وا ویلا، 16 ساعت، 4 تا 4 دوازه تا 8 16 ساعت. بله، آبان حالا تا 21 که مصادف با ایام شهادت و سوگواری مولای متقیان حضرت همون دیگه، تاسوع عاشورا که نیست که، او تاسوع عاشورا مال محرم و سفره، این مال ماه رمضونه که حضرت امام علی نمیدونم 19 ضربت خورده، 21 به شهادت رسیده. میگه تعطیل میباشد، تعطیل و اجرای هر گونه، تعطیل تمام، اجرای هر گونه نمایش و اتراکسیون. حالا خیلی اون واقع ما پیشرفته بودیم، این نمایش و اینها رو اتراکسیون، من نمیدونم اتراکشن یعنی چی، و پخش موزیک در کلیه اماکن ممنوع است. دوستان فهمیدید؟ تظاهر به روزخاری ممنوع، پخش موزیک ممنوع، شهربانی مطلقاً باید چیکار کنه؟ برخورد کنه. استفاده از بلندگو برای انجام مراسم مذهبی باید با اجازه قبلی کرمتری محل باشد. این یکی خوبه. ببینید خانم آقایون، اگر شاه شهربانی نمیدونم رژیم شاه یک کار خوب انجام داده، ما والا بلا میگیم خوبه. چیزی که هست شما میگید آقا اگر میخواینم بگید این بده، بگید شیشتاش خوبه. بابا جون خوبی ها رو شما بیا بگو، بذار بدی ها رو من بگم. این کارش خوبه، دوباره میگم، سه بارم میگم، این قسمت برای دوستان شاهلایی که یکم خنگ هستن باید چند بار بگیم بفهمن. استفاده از بلندگو برای انجام مراسم مذهبی باید با اجازه قبلی کلانتری محل باشد و صدای بلندگو نیست فقط برای داخل تنظیم گردد. 5. به مامورین انتظامی در مورد جلوگیری از تظاهر به روزخاری دستورات کافی داده شده و افراد غیر مسئول حق دخالت در این مورد را ندارند. 6. شهربانی کل کشور انتظار دارد هممیهنان عزیز با رعایت دقیق نکات فوق با شهربانی همکاری نموده و بدین وسیله به ماموران امکان شرکت در عبادات و انجام فرایض مذهبی داده شود. شهربانی کل کشور یعنی چی؟ نتیجه میگیریم ماموران هم یه جورایی مذهبی بودن، درست مثل شاهنشاه اسلام پناه که با بهترین هواپیمای اون زمان، بوئینگ ساخت آمریکا، نمیدونم ایرباس ساخت فرانسه، بلد نیستم کجا به کجاست، پرواز میکرد، ولی یه آخوند به قول خودمون شپشو باید تو گوشش دعا میخوند. معروفه که مادرش هم همیشه دعا و نمیدونم شلغم و نمک و از این علامت چشما و اینها رو بازویشون بسته بود.
حالا شما هی بشین هی بگود که باباش نمیدونم با آخوندا بد بود، خودش انقدر آزادی خواه بود، نه آقا ترسو بود، باباش هم کجا با آخوندا بد بود؟ اگه با آخوندا بد بود که میگم میشد رئیس جمهور مثل آتاتور، آمد شد شاه، کی مهر بزنه روش؟ هر وقت این مهر صلاحیت میگن من یاد این گوشتا میفتم که اداره بهداشت باید یه مهر آبی زشتی میزد روی قنبل این بره‌ها، باید 4 نفر رو قنبل شاه مهر بزنن تا این بشه شاه. چی داری میگی؟ روزی که میگه من شاهم و میگه که موهبتیست خدایی که توسط مردم، داره دروغ میگه. موهبتیست که 4 تا آخوند با هم تبانی کردن دادن به یه نفر که بهشون پول بده، بهشون حوزه بده، بهشون معافی بده. بعدم دیدید که عین مور و ملخ تو دستگاه شاه بودن، بعد بیشتر شد تو دستگاه فرع و به اینجا رسیدیم. حالا هر کدومتون فکر میکنید حوصله این صندلی داغ یا تحملش دارید تشریف بیارید اینجا صحبت کنید. هر کدومتون هم که مثل این پیمان عارف دروغگو، کسی که میگه من از ایران فرار کردم ولی میره لبنان، یکی یکی گندتون در میاد، صبر کنید برید دنبال کار. ماجرای بیژن فرومند و بی بی سی دروغین، من تو پارسال تو یکی از برنامه‌هام بهتون گفتم، پارسال 2-3 روز یه نفر اول به صورت یه اسمی که معروف بود و شده بود مسئول بی بی سی، خانمه نمیدونم چی الان یادم رفته، یه صفحه درست شد، از اون صفحه از فیسبوک از من دعوت کردن که ما بی بی سی میخوایم یه دفتر اینجا بهش میگن سیستر استیشن، یعنی با شما میخوام همکاری کنیم و رسمه اینجا به جایی که طرف دوباره یه استدیو اینجا بزنه با یه استدیویی که موجود داره میاد کار میکنه و اینجوری اینجوری. من بهش گفتم بچه های بی بی سی محمد و اینا رو که من اینجا میشناسم اینا دفتر دارن گفت نه اصلا سیستم عوض شده و فلان. نگفتیم اوکی. بعد گفتیم که حالا کی صحبت کنیم و گفت که ما میخوام. گفتم خبر چی آخه اینجا که خبرها این روزا زودتر از این که من بلندشم برم کپیتال یا مجلس به شما خبر بدم، خبره خود مجلس میذاره رو اینترنت، دیگه احتیاج به کسی ندارن. گفت نه ما میخوام فارسی باشه و اینها. بعد گفتیم که خب صحبت کنی، اسکایپتون چیه؟ اسکایپمون اینه، قبول کردیم فلان اینا. بعد یه آقای اومد، ما تا 2 کلمه انگلیسی نوشتیم، گفت نه آقا انگلیسی ننویس فارسی بنویس. یعنی چی؟ یعنی اصلا طرف 2 کلمه انگلیسی هم بلد نبود. بعد با فارسی اومد صحبت کرد، آقا من میخوام اول شما راجع به تلویزیون‌های دیگه صحبت کنی. گفتم آقا من نشستم توی تلویزیون خودم اینجا، از تلویزیون‌های دیگه چه خبر دارم؟ این منظورش همین دعوایی بود که حالا آقای بیژن فرومند آمده یک گزارش نیم ساعتی درست کرده، گویا این بنده خدا هم چون از کیهان لندن آمده بیرون و حالا رفته توی تلویزیونی به نام تلویزیون بیان. ببینید من چجور تبلیغ همه تلویزیون رادیو ها میکنم بدون که بترسم وحشت داشته باشم. رادیو پویا آقای ذوالفقاری رو گفتم، تلویزیون بیان رو گفتم، رادیو لندن و تلویزیون لندن ترسی ندارم، چون اونی که عاشق برنامه منه، اونی که دشمن برنامه منه، سر موقع زودتر از خود من میاد میشینه ببینه من چی میگم. من همینا بسم. اوکی، تماس گرفتن باهاش که آقا ما همون ماجرا درست. اون وقتا میگه این صحفت دیگه سوزن خورده، همونجا گیر میکنه، همین مثلا دوستت دارم و میگه دوست دارم. همون ماجرا رو برای ایشون گفتن که البته ایشون توضیح داده، اگه خواستید ببینید ویدیوشو نگاه کنید. اینم هم همینو میگه که یه نفر تماس گرفت گفت اینجوری اونجوری اینها. دوستان خیلی مواظب باشید، اگر مثل من کارتون اینجوری و ترسی از کسی ندارید، وقتی پیمان عارف میگه که من بیشتر وقت میخوام، شما بهش بگید این نرخ ما هست باید پول بدی. بعد گفت حالا عکسشو میگیرم میذارم. گفتم آقا عکس بهترشو خودم دارم، بذار برات بفرستم. و بعد من از اول امروز ننوشتم، خوب شد یادم افتاد. میگه عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. بذارید من اینجا اینو براتون بنویسم که شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. ما دیگه از بس گفتیم و زبونمون به اصطلاح مو در آورده، دیگه نوشتیم گذاشتیم اینجا که هر کسی میخواد بله شما هم میتونید مهمان برنامه ما باشید. وقتی هم میگیم مهمان، بازم یه بار دیگه میگم، 100 بار دیگه میگم، فلسفه مهمان اینه که مثل نفس تازه با اکسیژن بیای، قشنگ قدر خودت بدونی، بعد اگه دیدی اینجا جاییه که دوست داری بعدا زنگ بزنی بگی آقا من هفته 1 ساعت برنامه میخوام، هفته 5 ساعت برنامه میخوام و الی آخر. اینم برای اینجا ببین، اینی که ما الان درست نکردیم، این از سالها پیش، از سال 2006 تا حالا اینجا بوده.
میبینیش یا بیارمش؟ بفرمایید. کجا رفتیم؟ از اینجا. شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. دیگه از این ساده تر من نمیدونم به چه زبانی بگم. هنوز خبری از آقای مهدی ذوالفقار نیست. فکر کنم ایشون دلیلی که زنگ زده بود، چون بهش گفته بودم که اگر قرار بود چهارشنبه، گفت چهارشنبه برنامه دارم. تو برنامه اتفاقا میگه که چند مدت مثل که تاخیر داشتن وبسایتشون رو عوض میکردن، یا اگر بخوان اون برنامه رو من پخش میکنم. و چون آقای ذوالفقاری یک کسی هست که تو کار تهیه کنندگی، تو گویندگی، تو تهیه خبر سابقه داره، من با خوشحالی برنامه‌شو یه چند مدت پخش میکنم. اگر کسی دوستی خاص حمایت کنه، حتی زیرنویس یا اینجا بهش میگن اندرلاین، اون زیر تبلیغشون میسن یا حتی تو برنامه‌شون، خب برنامه رو ادامه میدیم. اگه نه، مثل اون آقای نادری نژاد، کی بود اسمش، برنامه چرا زنین رو داره. نادری نژاد. در هر صورت مثل ایشون میگم آقا ببین، کسی به من زنگ نزده از شما حمایت کنه. خودت میتونی کسی رو پیدا کنی؟ اگه گفت نه، میگم شما رو به خیر، ما رو به سلامت. با هیچ کس نه شوخی داریم، نه تعارف داریم. و اون چیزه بود، میگفت ما پیروزیم چون حق با ماست، ما پیروزیم چون از روز اول حوصله دروغ گفتن نداشتیم. اصلا حوصله ندارم فکر کنم به این چی گفتم، به اون چی گفتم. آقا خانم، من همینم که هستم. دوست داری؟ آمریکایی‌ها میگه what you see is what you get، یعنی همین که میبینی. دوست نداری برو یه مغازه بالاتر. خب آقای علی پیشرو و مازیار و دوستان دیگه، دوستان هر وقت دیگه نترسیدید و خجالت نکشیدید از دوستان که یه برنامه‌ای که گوینده شیرازی شما میان چی میکنین، این رو به دوستان دیگه هم معرفی کنید. و اما وضع ما گفتیم که از بحرین برامون بگه این دوستمون از خلیج فارس، و لطف کرد نوشت که بحرین must end worsening human rights. میگه که همین مقاله امروز یا دیروز بوده، 16 جون، امروز بوده پابلیش، یعنی منتشر شده امروز، نوشته که بحرین باید این به اصطلاح حقوق انسانی و اینها رو رعایت کنه قبل از اینکه کلن داغون بشه و بریزه پایین. چون میدونید همیشه گفتن که چیه؟ کفر باقی میمونه ولی ظلم باقی نمیمونه. حتی یه آیه ای هم بود اون وقتا با یه صدای قشنگی تو تلویزیون ایران و اینا، هم گفت نمیدونم الکوف باق ابقا نمیدونم و ظلم فلان، یادمون رفته. اوکی، آقای عیسی آزاده مهمان برنامه‌مون بودن، نوشتیم گفتیم ویدیوش هم تا یه کم دیگه آزاد میشه. و اما ماجرای کچلک و هر جا آشه کچلک فراشه و حضور آقای رضا پهلوی در کنگره آمریکا، و این اتفاقا جالبه، آقای شهرام همایون راجع به این کنگره آمریکا خیلی گله کرده که چرا اینها رفتن. حالا منتظرم ببینم، حالا که آقا رضا رفته با جان مکین صحبت کرده، آقای شهرام همایون در این باره چی میگه. ویدیویی از حضور رضا پهلوی در کنگره آمریکا. یکی از این بپرسه خب اگه کنگره آمریکا آمد و تو رو به قدرت رسون چی کار میکنی؟ هر روز که میخوای تصمیم بگیری زنگ میزنی میگه ارباب مکین قربان چی کار کنم فدایت بشم؟ آها مردم بزنم، چشم، اوکی. ساواک جدیدم به هم میدی؟ آها اوکی. حالا لطف کن یه جایی هم برای ما بذار که اگر ما هم فراری شدیم مثل بابامون در به در نشیم. خیلی بده این در به دری. بیچاره ها با ملتتون باشید، احتیاج به در به دری نیست. اتفاقا یه شنیدم گویا آقای خامنه ای گفته که به آقای روحانی به طعنه گفته که ماجرای بنی صدر یادت باشه، یعنی تو هم ممکنه مثل بنی صدر به اصطلاح سرنگونت کنی. بعد یه نفر میگفت که ای کاش آقای روحانی هم با آقای خامنه‌ای بگه ماجرای شاه هم یادت باشه که چطور یه دفعه از عرش به فرش، که چی اصلا زیر فرش، بنده خدا تو یه سال بعد از انقلاب رفت 6 فوت زیر زمین. آها، این دوستمون که بهتون گفتم راجع به 1953 و 1953 میشه 1332، یه وبسایتی هست، خبرها و اینها هم خوبه، خیلی هم جالبه، اسمشون همبستگی ایران هست.
آدرس ایمیلشون هم هست info@همبستگی.org، چون سازمانه همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران. و اینجا بذارید یه تبلیغ مجانی هم برای ایشون انجام بدیم، و یکی دو بار مهمان برنامه ما بودن، خوشحال میشیم که باز هم مهمان برنامه باشن. دوستان تا حالا نمیدونم چند دقیقه از برنامه گذشته، 48 دقیقه، من 3 بار راجع به مهمان برنامه بودن صحبت کردم. دوستان من اینجا سنگ صبور نیستم که مثلا اگه بچه شما نیاد بهتون سر بزنه، دوستتون نیاد باهاتون تخت بازی کنه، شما تا اسکایپ منو میبینی روشن شد زنگ بزنی، بعدم بلد نباشی مسیج بذاری. اینها به دوستان میگم آقا من که دیگه نوشتم، والا دوستان بذاری بهتون نشون بدم رو اسکایپ نوشتم تماس قبلی، یه چیزی اینجوری بدونه. آها حالا برش داشتیم عکس مردم تیوی رو گذاشتیم، ولی قبلا نوشته بودیم تماس بدون نمیدونم قرار قبلی اکیدن ممنوع. این ماجرای اکیدن کلمه عربیه دیگه. طرف به یکی از دوستامون گفت شما ایرانی ها تمام حرفاتون و کلمه ها عربیه، ولی ما نمیفهمیم شما چی میگی. مثلا نوشتید استعمال دخانیات اکیدن ممنوع، این یه جمله‌ای که 4 تا حرف عربی توشه ولی از لحاظ عربا غلطه. حالا از این دوستمون که تو خلیج فارس هست خواهش میکنم که اینو بگه، آیا اونجا همچین چیزی دارن استعمال دخانیات اکیدن ممنوع؟ در اصل اینجا نوشته in 1953 State Department finally releases updated official history of Mossadegh coup. این کوپ همون کودتا هست. میگه که استیت دیپارتمان، میدونید استیت دیپارتمان اون وزارت امور خارجه است، میگه بالاخره این چیزا رو آزاد کرد Friday June 16 امروز. البته من اینو قبلا دیده بودم، تعجب میکنم شما میگید بالاخره آزاد کرد، شاید یه قسمت دیگرش هست و اینها. و میگم هر چی این جون 15 ببینید دیروز بوده، نشنال سکیوریتی آرکایو یا همون به اصطلاح سازمان امنیتی بایگانی ملی هر چی میخوان اسم بذاری، نوشته مدارکی که از 30 سال میگذره به خاطر اینجا بهش میگن freedom of information یعنی آزادی اطلاعات و اینها آزاد شده. و میبینید اینجا تاریخش دوستان نگاه کنید، حالا اگه دوستمون خواست در همین مورد بیاد یه برنامه بذاره صحبت کنه، چون ما ایرانی ها تازه فارسی که باشه زورمون میاد بخونیم، حالا دیگه این که انگلیسیه. اینجا نوشته State Department finally releases update. آها updated، این همینی که من میگم قبلا هم دیدم. updated یعنی بروز شده، لابد یه جاهایش اون موقع باید خط میکشیدن که کسی نفهمه کسی نبینه. دیدید وقتی هم یه چیزی آزاد میشه از بالای صفحه تا پایین اگه 40 خط هست 26 تاش هی خط سیاه کشیدن شما نمیتونی بخونی. این مثل که کامل تره. نوشته formerly secret document from the state CIA provide new information about covert operation. بله همون چیز مخفیانه، عملیات مخفیانه و پلاس بله آنالیز هم کرده و توضیح داده و اینها. اینجا هم دارید میبینید که اونجا چه خبر بوده. و این میگم اونایی که طرفدار مصدقن میگن این کودتا بوده و درست هم میگن. حالا ما کاری نداریم مصدق کار قانونی کرده یا غیر قانونی کرده، مجلس رو بسته نبسته، ولی بعد این اتفاق که افتاده این یک کودتا بوده، ایجکس اسمش بوده، سازمان CIA بوده، اون آیزنهاور، نه اون آیزنهاور رئیس جمهور، نه بچه خواهرش بوده، کی بوده اون میاد اونجا یا یکی دیگه، اسمشون من یادم میره گاهی وقتی، هیچ اشکالی هم نداره. آها اینجاست، ببینید شاه محمد رضا پهلوی and President Dwight Eisenhower. ولی این نبوده که اومده ایران. بذارید من عکس رو بهتون بزرگتر نشون بدم. ما امروز یک کمی برنامه چیزم کم مونده بود اجرا نشه، خسته هستیم کلن، چون وقتی کار ردیف نباشه آدم خسته میشه. بله اینجا میبینید و توضیح داده، من خودم هنوز اینو نخوندم چون یه فیلم داکیومنت کامل انگلیسی دربارش دیدم، و وقتی که فیلم کامل انگلیسی رو دیدم بیشتر فهمیدم تا اون نوشته هایی که حتی به فارسی بود، چه تو روزنامه موافقین چه توی روزنامه مخالفین پخش شده و چاپ شده بود. در هر صورت هست، برید بزنید مثلا
و خودشون تا حالا سه بار گفتن. آقای کلینتون گفته، اون وزیر امور خارجش خانم آلبرایت گفته، آقای اوباما گفته، 10 بار دیگه این برانور گفتن که ما آقا اینقدر این برانور کودتا کردیم نتیجهش این شده، نکنیم این کارا رو. ولی برای دوستانی که میگن که نه این آقای ترامپ باهاش بدن برای اینکه این میخواد جنگ نکنه، بابا این حرفا چیه؟ این همه میلیارد دلار رفته وسایل جنگی فروخته بعد میخواد جنگ نکنه؟ همین امروز وقتی داشتم رانندگی میکردم گفت 4000 نفر دیگر رو میخوان بفرستن افغانستان. دوستان آمریکا الان با 5 تا کشور داره میجنگه. ازش هم بپرسید دلیلش چیه، اون جنرال آمریکایی میگه به ما گفتن آقا دلیل نداریم ولی باید بریم بجنگیم، باید این چرخهای کارخونه های اسلحه سازی بچرخه. آقا جون یه ماشین میسازن بهت هم انقدر تبلیغ میکنه، یه خانم میرم نیمه لخت رو کاپوتش میذارن و نمیدونم فلان و اینها، این ماشینه مجبورن به شما بدن 30,000 دلار ولی همونو میکنه یه توپی تفنگی میده 1,000,000 دلار. خب مگه مرض داره ماشین بسازه که شما تا 10 سال هم هبیگی خراب شده؟ یه تانکی میسازه میفروشه 1,000,000 دلار، 3,000,000 دلار، 60,000,000 دلار، پقی یه توپی هم میفروشه به اونوری میزنه بهش مفاجئه میشه دیگه، هیچکی نمیاد روغنش عوض کنه، هیچکی نمیاد وارانتی بگیره. اینا به این دوستان میگم بابا منی که میگم وارد نیستم، از شما ها که بیشتر فهمیدم که این سیستم آمریکا که اجازه نمیده یا آقای احمقی مثل دونالد ترامپ بیاد هی بگه من بهترینم، من میدونم، حالا مثل خر مونده به گل میگه من که نمیدونستم هلت کیر اینقدر مشکله، من که نمیدونستم اینجوریه. بعد اونایی هم که استفاده میکنن میگن خب این تازه اومده سر کار، شما حاضرید همچی کاری بکنید؟ شما حاضرید اگه یه بیمارستانی بهتون بد رفتار میکنه بگید که ما از دست این دکترها آسی شدیم، این پرستارا خیلی بد حرف میزنن فلان اینها، حالا میخوام یه کسی رو بیاریم که نه دکتر باشه نه پرستار باشه، بعد میخوام بابامونم بذاریم اونجا توی اون بیمارستانه. خب اگه باباتونو نمیبری تو اون بیمارستانی که طرف دکتر نیست، چرا کشورتونو میدین دست یه کسی که کشوردار نیست؟ حالا پدر سوخته است، خانم هیلری کلینتون پدر سوخته، آقای جورج بوش خانواده‌تن پدر سوخته، ولی مثل این دیوانه روانی که نبود که پریروز شده 71 سالش 10 جا تو سخنرانی های مهم مثلا میگه 16 میخوام بریم اینجا، بعد میگه البته 14 هم تولد منه. این دیوونه است اصلا. بذارید من یه عکسی رو که آقای کاووسی فرستاده بهتون نشون بدم. ترامپ یه آهنگی بود وقتا میگه ترامپ ترامپ آخ جون، حالا این ترامپ ترامپ هم همین جوری شده، ماجرای همون ترامپ ترامپ خودمونه. ترامپ قد دیگه یه عکس دیگه نشون بدم، دنبال یه چیز دیگه میگشتم اینو پیدا کردم. دوستانی که توی مهمونی ها توی چیزها یه دفعه خیلی افتخار میکنن که آقا من بابام مثلا تیمسار بود، من بابام سرهنگ بود و میخوان فخر بفروشن، یکی بهشون بگه بابا جون ببین، بابای تو اگه تیمسار بود، بابای تو اگه وزیر بود، باید تا کمر دولا میشد، دست شاه رو ماچ میکرد، شاه هم دست میکرد توی نلبکی یه دونه سکه مثل گیدا مینداخت کف دستش. من افتخار میکنم که بابام برای هیچ که تعظیم نکرد. این چی آخه خجالت نکشید؟ این طرف وقتی میره خونه خانمش میره، نه دیگه خانمش هم دلش خوش بود که زن سرهنگ زن تیمسار این ور اون ور پوز میداد. و جالبه یکی من گفت آه چرا همه این خانمای تیمسارا و سرهنگ و اینا همشون آرایشگاه داشتن؟ گفتم خب آرایشگاه شما تو هم آمریکا نگاه کن، کسایی هم که دوست دارن همش حرف بزنن غیبت دیگران باشه و الی آخر. شاید دلیلش این بوده ولی نمیدونم، دارم دنبال ترامپ میگردم. بذار ببینم اینجا میتونم ترامپ رو پیدا کنم. ترامپ آها بله، نگاه کنید دوستان، این چیزایی که زیر این عکس ها نوشته هیچ کدومش دروغ نیست، حرفای خود ترامپ رو گذاشته. نگاه کنید این حالا 6 تا از 6000 تا پوزیه که داده دروغی گفته. اینجا میگه من واقعا باهوشم، این یکی میگه که من بهترین کلمات رو استفاده میکنم، 4 تا کلمه بلده، همش هم کلمه های غلط، هی تأکیدشون میکنه و تأییدشون میکنه و 3 بار توی جمله به کار میبره، اون فکر میکنه خیلی بلده. اینجا میگه که من بیشتر از جنرال های ارتش میدونم، راجع به چیزهای ارتشی بوده. اینجا میگه من فقط میتونم چیها رو درست کنم، ببخشید فقط من هستم که میتونم چیزها رو درست کنم.
اینجا میگه که من بهترینی هم که وجود داره. اینم میگه که باز دوباره همینه، یکی دو بار گذاشتن. ولی جالب تر از همش اینه که بعد از این ماجراهای بیمه، بعد از اون ماجراهای مارینی که کشته شد تو یمن، اینجا نوشته بابا من جدیدم، I didn't know، من بلد نیستم، من نمیدونستم. اگه یادتونم باشه آمد وقتی که اون برنامه اوباما رو مال هلتکه خواست بریزه به هم و ما رو یه روزه خراب میکنیم و میریزیم به هم و دوباره یه چیز بهتون میدیم، آمد گفت من یه پلن دارم، یعنی یه برنامه دارم که واقعا برنامه است. مسخره میکردن، میگفتن که نمیدونم اتوبوس بزرگتر از مینیبوس از امام خمینی، یا میگفتن دانشگاهی باید دانشگاهی باشد، اگر دانشگاهی نباشد دانشگاهی نیست. اینم همینه، اومد گفت من یه پلن دارم، یه برنامه دارم، واقعا برنامه، این برنامه واقعا برنامه است. میدونید که منظور من چیه؟ ملت گفتن نه. بعدم اومد گفت که آقا من که نمیدونستم این اینقدر مشکله، هیچ کس نمیدونست این اینقدر مشکله، همه گفتن ما همه میدونستیم، تو احمق نمیدونستی. و من باز تعجب میکنم که هنوز یه عده طرفدار اینه. همین پریروز، اول اجازه بدید من عذرخواهی کنم از یه خبر اشتباهی که چون از رادیو اشتباه شنیده بودم اشتباه هم به شما گفتم. من روز چهارشنبه وقتی در راه رانندگی می‌کردم، این ماجرای تیراندازی و اینها شده بود، شنیدم گفت که این آقا یه میدونی خبرنگارا این روزا میره مثلا یه جایی یه نفر وایساده اونجا با اون صحبت میکنه، این تو رادیو پخش میشه، منم میشنوم دیگه. نه معلوم نیست که این خبرنگاره، چون تو کار خبرنگاری میگن اول که میشنوی باید بری دو بار سه بار با این و اون ببینی این خبر درسته یا نه، بعد پخش کنی. ولی وقتی یکی میاد مصاحبه میکنه اون مسئول نیست، فعلا داره مصاحبه میکنه تا بعدا. ما هم باید یاد بگیریم همون موقع این آشغالایی که میشنوید نه هم به شما بگیم. در اصل طرف گفت که این آقایی که شلیک کرده به اینها طرفدار ترامپ بوده، ولی بعد خانم شایسته الهامی برای من نوشته بود که نه این طرفدار ترامپ نبوده و توی طرفدار سندرز بوده، برنی سندرز، و توی به اصطلاح چیزای انتخاباتی اون فعالیت میکرده و اینها. خلاصه ماجرای یه آدم 66 ساله که بیزینسشو از دست داده، اول بیزینس خودشو داشته از دست داده، بعد کار که میکرده کارشو از دست داده، اتفاق احتمالا با خانمش هم مشکل داشته که از مارچ ول کرده اومده اینجا تو ماشینش میخوابیده برای که بره حموم و بره ورزش و اینا. اینجا میدونی حمومای عمومی اونجوری نیست، اگرم باشه خیلی گرونه، مثلا کره یا 40 دلار 100 دلار میگیرن. بعد به همین خاطر برای شما بهتره که بری توی باشگاهی که مثلا عمومیه برای شنا استخر، اونجا دوش بگیری. این رفته تو YMCA که همون مثل کاخ جوانانه، و من نمیدونم چرا تو ایران همه چی رو دوست داشتیم بگیم کاخ، الان هم همه چی رو دوست دارن بگن تالار. یه خونه خرابه ای رو میگفتن کاخ جوانان. در صورت این میری عضو میشی اونجا، میری ورزش میکنی. بعضی هاشون حتی یه جایی دارن که بهت اجاره میدن، میتونی مثلا بخوابی مثل دورمه، مثل اتاقای دانشجویی. در اصل این بدبخت خدازده 66 ساله توی ماشینش میخوابیده، میرفته اونجا ورزش میکرد و دوش میگرفته. بعد فقط منظور اینه، اون چیزی که من اشتباه گفتم دارم تصحیح میکنم، ولی خیلی خوب شد بذارید هم ریپوبلیکنا هم دموکراتا بدونن که آقا وقتی رسید به اینجای مردم دیگه، وقتی میان میگن آقا شما گند زدی آمریکا رو، ریپابلیکن هم صحبت نمیکنه چون آقای ترامپ کلکشون زده، آدمی که همیشه با دموکرات ها بوده رفته تو ریپابلیکن ها، گرچه این پدر سوخته همیشه به هر دوشون پول میداده که هر کی شد مصدر کار خودش رو مدیون این بدونه کارهای غیرقانونیشو سرپوش بذاره. در هر صورت این آقای هات اسمش الان یادم افتاد دیگه، میدونید مرد رفت، کسی که آمد چهار تا رو زخمی کرده، یکیشون هم وضعش خیلی بده و خودش هم کشته شده که الان هم هنوز معلوم نیست پلیس الکساندریا کشتتش یا پلیس کپیتالی که محافظ اون آقای بوده، چون اینجا همه این سناتورا یا همه این نمایندای مجلس مامور و مامور امنیتی اینا ندارن، فقط 10 نفر بالاشون که از یه سینیوریتی میشه ارجعیتی دارن، سابق خدمت زیادی دارن، اونا هستن. و گویا این دوتا پلیسه، وقتی هم میگیم پلیس کپیتال، شما تو واشنگتن که میری وقتی میرسی به اون نزدیکی مجلس برای خودش یه پلیس مخصوص داره، مثل ارتش که MP یا همون میلیتاری پلیس، MP که مینوشتن تو ایران ما نمیفهمیدیم یا میگفتیم دژبان، اینا هم برای خودشون پلیس مخصوص دارن و
اونا دوتاشون با این بودن و اینا هم داشتن تمرین میکردن و شلیک شده، داستان شما بهتر از من میدونید. و اما علی از من پرسیدی که آقا شنیدم ترکا در واشنگتن تظاهرات کردن، این مال دو سه هفته پیش بود که اون آقای اردوغان یا اردوان هر کی اومد اینجا و یه عده‌ای مثل آدم حالا فکر کردن آمریکا هست، این آقا هم آدم شده، آمدن اونجا گفتن بابا مثلا زندانی های سیاسی رو آزاد کنن، 500 هزار نفر 1,000,000 نفر از این بعد کودتایی که خودت درست کردی و اینجوری فشار به مردم زندانی کردی اینا رو آزاد کن. اینا احمق مامورایی که همراه این هستن اینا حمله کردن مردم رو زدن، اینا گویا 12 نفرشون تا حالا پرونده براشون درست کردن، 2 نفرشون دستگیر کردن. البته وقتی من میگم 2 نفر ممکنه شما الان خبر داشته باشید که 4 نفرشون گرفته باشن. در صورت اینجا آمریکاست و یک کمی باید اینا وقتی که میان اینجا حواسشون به خودشون باشه. وضع ما و بحرین رو خوندم، این رو شازده گدا رضا پهلوی رو خوندم، کودتای 1332 رو بهتون گفتم، برید بخونید و چیز کنید. و این دوستمون آقای حسن بهگر که من یه دفعه برایش نوشتم خب آقا اگه شما جواب نمیدی برای ما هم نفرست این چیزا رو، شما شدی مثل آخوندا، ما براتون می‌نویسیم، یه سوالی داریم یه چیزی داریم شما میگیری ولی جواب نمیدی. نوشت ببخشید من اینجوری و اینها، و گفتم هاهان حالا اگه اینجوری باشه که اگه یه وقت کاری داریم جواب بدی بفرست، بد نیست نوشته هاتو اینا رو من میخونم بعض وقتا تو برنامه. یک کسی هست به نام ایران لیبرال و نوشته با درود برای آگاهی و در صورت امکان برای انتشار تقدیم میشود. بعد نوشته با من به دادگاه لاهه بیایید، این تیترش هست، حسن بهگر. منم نوشتم آقا دستم به دامانت، چه راستی به مردم هم میگن دستم به دامانت. گفتم آقا ما یه بار با آوارزا عقب افتاده پلوی رفتیم دادگاه لاهه و پدر این خامنه ای رو درآوردیم اونجا شکایت کردیم، بعد دیدیم آقای آوارزا پلوی رفته اونجا چلو کباب میخوره، وکیلش هم گفته آقا مرده که دیوانه، دادگاه لاهه برای دولت ها و اینا هست، آدم های شخصی رو که نمیتونن ببرن اونجا. گفتیم آقا بسمون، صرف شد این ماجرای صرف شد. یکی رفته بود دستشویی، از دستشویی که اومده بیرون وایساده بود مثلا منتظر پسرش هم بیاد بره. بعد دیدید تو این فیلم ها تو کنسرت های ایرانی اینا، خب یه دفعه ربع ساعت که بین دوتا کنسرت و چیز هست مردم که میان خب صف میکشن اینا، خدا بدرشون بیامرزه اقلا صف رو یاد ما داده. بعد یکی از آقایون مثلا به یک پیرتر بود گفت که شما بفرمایید، یعنی حالا مثلا من جوونم میتونم خودم رو بگیرم، شما میدونید دیگه بالای 50-60 که میشه دیگه همه چی میرزه به هم. البته یه شعری هم در این مورد دارم براتون میخونم. بعد اون طرف گفت که نه شما بفرمایید، صرف شد. بعضی وقتا این تعارفا به جاش، یعنی نمیشه همه چیز رو هر جایی دلمون بخواد استفاده کنه. خیلی ساده بگو نه خیلی ممنون مثلا من رفتم. مثل که تو ایران به این دستشویی اینا الان دیگه شنیدم میگن سرویس بهداشتی. و اما حاضری دوستان، شورای ملی ایران از رکس تیلرسون خواست تا ارجاع نادرست به خلیج فارس را اصلاح کنند، چون این تیلرسون توی صحبتاش میگه خلیج، بعض وقتا حتی میگه خلیج عرب بهش گفتن فلان. ولی من برای اینا نوشتم که اصلا شما الان اینو که میگین از ترس مطمئنم که خودش رو خیز کرده و خراب کرده و بهشم میخواستی بگی هزار مرتبه جریمه. یادتونه وقتی بچه ها یه چیز اشتباه میکردن میگفتن 100 بار مثلا این جمله رو بنویس و اینها، بهش بگید 1,000 مرتبه بنویس خلیج فارس و تحویل شورای ملی ایرانیان بده. حالا شورای ملی ایرانیان کی هست؟ از خودتون واقعا سوال کن کیه دوست؟ چند نفر عضو دارن؟ طرف بلند میشه میگه وی دی پیپل، اسم انگلیسیش، بعد میگه ما شورای مردمی. اصلا وی دی پیپل نمیشه ما شورای مردمی. آقای سینا دبستانی بابا جون تو انگلیسیت خوبه عزیز من، نکنی کارا رو. آقای چیه این فرهمند کلایه‌ای چیز، نکنید بابا زشته. بعدم ما جوکا گفتن از دست این ما گفتن خانواده ما، خانواده ذلیل سلطنت. بعد براش جوک ساخته بودن گفتن میره دم در، در میزنه میگه کیه فرهم، میگه فرهم میگه کیه، میگه ما، میگه یکی یکی بیاین تو. خب اگه اینجوری نگی به خودت ما،
اونا هم برای جوک اینجوری درست نمیکنن. در صورت شورای ملی ایران از رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا خواسته که آقا دیگه از این به بعد وقتی میخوای بگی خلیج فارس اول دهنتو آب بکش و اینا، بعدم خلیج فارس بگو، همچین که آبش بیرز اینجا ما بفهمیم خلیج فارس. و اما عکس سفره افطار، اینو هم یه دوستی برامون فرستاده به نام آقای آل احمد، من برای ایشون نوشتم والا هر سال همین ماه رمضان و محرم و اینها ما از این عکس ها میبینیم، سفره افطار آخوندهای مفتخور و سفره افطار کودکان محروم ایرانی. بالا بذار یه بار دیگه بهتون نشون بدم، تک تکشم میکنم که بیشتر متوجه بشید، یا اینجوری بهتر معلومه. این سفره افطار آخوندهای مفتخوره، این سفره افطار کودکان محروم ایرانی. میگم خب چه باید کرد؟ دوستان میبینم آقای ذوالفقاری اینجا هستن، آقای ذوالفقاری بهتون زنگ بزنم با اسکایپ بیام، یا اون برنامه 14 رو پخش کنم، یا همینجا بنویسید یا پیام مسیج خصوصی بدید. زمینان من پیام شما رو دیروز گرفتم، یه جای کار میکردم نمیتونستم صحبت کنم، به دوستان میگم من میتونم بشنوم ولی نمیتونم حرف بزنم، اینجا میکروفون نیست، شما اگه پیام بذارید بعد که از اونجا میام بیرون منم یه شماره زنگ میزنم که از خواب بیدارتون نکنم، یا میمیسن پیام شما دریافت شد، مثلا گفته بودید 3 میام، به وقت ما به وقت خودتون 12، ممنونم در خدمتتون خواهیم بود. برگردیم به این سفره افطار. دوستان خب من مطمئنم اون کسی که اینجا سفره افطاری گذاشته از همین الان برای سال آینده هم جا رو رزرو کرده، هم تیکتاش هم فروخته، هم از اونایی هم که باید پول بگیره گرفته. ولی من و شما برای این بچه ها چی کار کردیم؟ هر سال این عکس‌ها رو هی به هم نشون میدیم، هی به آخوندها فوش میدیم، هی ذکر مصیبت میکنیم، از هر کی هم پرسیدیم چه باید کرد میگه آقا سوربی آگاه کردن مردم خودش با قدم بزرگیه. آقا دیگه مردم انقدر آگاه شدن از بس مغزمون بزرگ شده، گوش هممون دراز شده، فشار آورده گوشمون بزرگ شده. این همه آگاهی 38 سال کدوم رشته شما میرید 38 سال درس میخونید تا به قول آقای آریانپور فارغ التحصیل بشید؟ خب این همه آگاه شدی، حالا بگید چی کار کنی سال دیگه برای این بچهای محروم؟ شما میخواهید چی کار کنی؟ بگو آقا پولتو نده اون افطاری، فطری نده به آخوندا، بیار بده مثلا به من آقای آل احمد، من میرم برای این بچه ها. و ببین دو نفر به شما اطمینان میکنن بیان پول بدن دست شما؟ چرا اطمینان نمیکنن؟ ببینید اون چرا رو پیدا کنید، چه باید کرد رو پیدا کنید، به ما خبر بدید در خدمتتونید. خب بریم به این پاسخ ایشون در رابطه با فارسی، خیلی ممنونم. و اما یادبود شورای همکاری خلیج فارس در میدانی در قطر کنده شد. عرب‌های خلیج فارس دیگر به شکل گذشته هرگز با یکدیگر همکاری نخواهند کرد. مگه قبلا با هم همکاری میکردن؟ چه سالی؟ کجا؟ کی؟ قطر با خرید 36 جنگنده F-15 به مبلغ 15 میلیارد دلار به آمریکا رشوه پرداخت. آخه این احمد ترامپ اومد گفت ببینید من رفتم عربستان چی کار کردم، اونی که طرفدار تروریست بود کردنش بیرون. بهش گفتن شدب خفه شو، عربستان سعودی 15 نفرشون تو این 19 نفر بوده و قطر ما 11,000 آمریکایی تو قطر داریم، بزرگترین پایگاه ما تو قطره. بعد هم ببینید 36 تا جنگنده F-15 به مبلغ، حالا خود اینا فکر کنم F-22 اینا دارن، آشغالاشونو میفروشن به اینا. بعد هم اینا واسه خلبان ها یادتونی میگم من خلبان F-4م، اینقدر افتخار میکرد. اون آمریکایی میخنده میگه آقا این F-4 اون گوشه تگزاس دارن به اینا درس میدن، ما مثلا F-14 داریم. بعد F-14 رو میفروشن، اینا مثلا F-15 دارن، بعد F-15 رو میفروشن، حالا F-22 دارن. معلومه طرف وقتی یه ماشین نو میخره ماشین کهنه‌شو به شما میفروشه، اصلا رسم زندگی اینه دیگه. شما میری ماشین نو میخری، اون دیلر بهت میگه این ماشین اینقدر، میگی نه خودم مثلا آشنا دارم میفروشمش، میاری آگهی میزنی ماشین کهنه‌تو میفروشی، نو رو برای خودت نگه میداری که خودت و خانومت و بچه‌هات شب توی برف توی گرما تو خیابون نمونن، درسته؟ اون کهنه رو میدی به طرف، میگی به من چه فلان لقش هر چی شد. خب میتوان هر چه عیب و بدی در دنیا هست و بوده به رژیم جمهوری اسلامی نسبت داد ایران، اما از 250 سال پیش تا حال برای اولین بار ایران آزاد و مستقل تصمیم میگیرد.
در میان منطقه‌ای همیشه بحرانی قرار دارد. کسانی هستند که ادعای میهن پرستی می‌کنند، آمادن خود و هم میهن و میهن را فروخته تا به قدرت برسند. از درونی و شخصی را با منطق تراشی و بهانه‌های گوناگون مانند قانون اساسی نوشتن و کمک به مقاومت آبیاری میکنن. بذارید ببینید حالا این فیلمی که ایشون فرستاده یه فیلم کوتاهیه، نشون بدیم ببینید چیه. یک لحظه. گویا این یک سمبولی بوده، یک اینجا میگن مانیومنت. مانیومنت شما وقتی میسازی یک ساختمانی، مثلا این به مناسبت مثلا فلان جلسه ایران و عراق و نمیدونم مثلا ایران و بحرین و فلان. حالا ببینیم اینجا کامرای سه رو بدیم به شما، میبینید؟ بله، یه چیزیه، یه چیز کوچولویی هم از 4 تا پره داره، انگار این چیزایی میسازن برای موشک‌ها برن بالا. حالا نگاه کن. آره، حالا دیدم با یه دونه از این بکوهای بزرگ میشن. بله، این هم که میدونید بهش میگن جک همه، به اصطلاح چکوشای هیدرولیکی هست. تق 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 میزنه، سوراخ میکنه، میریزن پایین. دارن اینو میریزن پایین. این دوستمون توضیح داده که این یادبود شورای همکاری خلیج فارسه، یعنی میخوان یادبودش هم از بین ببرن که به اصطلاح یه وقت یادشون نیاد خدای نکرده با هم کار کنه. این دوستمون نوشته سلام، نوشته مرا در صفحات 36 پیوند مونتریال در تاریخ 15 ژوئن، یکی در مورد استان کبک و دیگری در مورد بی‌ثبات کردن دنیا توسط عربستان است، ملاحظه میکنیم. خب آفتاب آمد دلیل آفتاب. خانم شایسته الهامی، شما که این مقاله رو نوشتید تو مجله پیوند، شما از اینجا میگید عربستان بی‌ثبات میکنه دنیا رو، ولی ترامپی که میگید اگه ترامپ بیاد جنگ نمیکنه و فلان، همه هم مقامش گیه که عربستان رو داشته باشه برای خودش. و دیدید که چگونه رفت اونجا، خودش و زنش و دخترش و دامادش و هرچی عمه و خاله داشت، رفت اونجا، هرچی هم بهش پول دادن برداشت آورد. من اینو نمیفهمم. صفحه 5 و صفحه 15 از صفحه 28 ببینم. آها، این یکیشه. میگویند از برنی سندرز الهام گرفته است، امیدوار باشیم که جنبش گابریل نادو به انحراف کشیده نشود. این گابریل نادو به دیوز، این یه آقای بسیار جوونیه. بعد اینجا من مقاله شما رو نشون میدم. ای کاش یه روزی شما لطف میکردید هم به من هم به دوستانی که مثل من تنبل هستن و دوست دارن چیزها رو به جای خوندن به صورت گویا بشنون، اینو 10 دقیقه 5 دقیقه زنگ میزدید، پیغام میذاشتید. من مثل این دوستمون که لطف میکنه و دوشنبه تا دوشنبه برنامه عقل رو میفرسه پخش میکردن. میگویند از برنی سندرز الهام گرفته است، امیدوار باشیم که جنبش گابریل نادو به انحراف کشیده نشود. خانم شایسته الهامی مینیسه ایرانیان که فوریه سال 2012 اینجا بودن، بیشترشان با جنبش دانشجویی باشکوهی که بعدها با اقتباس از جنبش بهار عربی لپرینتمس ارابل نامگذاری شد آشنایند. نشان این جنبش یک تکه پارچه چهارگوش کوچک به رنگ قرمز بود که همه در تظاهرات روی سینه و یا کیف و کول پشتی خود زده بودند تا حمایت خود را از آن جنبش نشان بدن. اینطور که خوانده ام جنبش های دیگر دانشجویی در دهه 60 هم بوده که متاسفانه همه آنها به شکست کشیده شدند، درست مثل همین جنبش که با دخالت و وارد شدن افراد فرصت طلب شکست خورد. در میان رهبران دانشجویان این جنبش 3 نفر بیشتر از همه شهرت پیدا کردند. نام آنها، ببینید از شما بگید با اون فن فرانسه که میدونید اینا رو قشنگ، لیو بیرو بلوین، مارتین دسگاردین بود و گابریل ندا دوبه.
دوبی بود. لیو دانشجویان کالج و خانم مارتین دانشجویان دانشگاه و گابریل سندیکای همبستگی دانشجویان رهبری میکردند. تظاهرات از 13 فوریه 2012 آغاز شد و تا 7 سپتامبر ادامه داشت. از آن زمان به طور معمول هر ماه روزهای 22 مردم با حرارت در آن شرکت میکردند، تا اینکه با وارد شدن خانم ماروا رهبر حزب کبوکوا به دست گرفتن قابلمه و قاشق همراه شدن با مردم در سپتامبر اطلاعات چهارشنبه سوری بوده. 2012 حزب لیبرال برابری ژان شاره سقوط کرد و نتیجه آن حزب کبکوا با اقلیت روی کار آمد. این حزب توانست با دعوت از لئو بلوان به حزب امتیاز خود را بالا ببرد، ولی خانم گابریل نادادوبوا از اصول پایه‌ای خود عدول نکرده و دعوت را نپذیرفت. برای اینکه دیگه از این بدتر نخونم و دوستان بیشتر به نادانی من پی نبرند، اجازه بدین همینجا اینو ول کنیم و بریم سراغ اون یکی دیگه. مال صفحه 5 شما گفتید. من یه پیشنهادی هم میکنم به اون مدیر نشریه، شما بگید اگه امکان داره مقاله های شما رو صفحه های فرد، این رسمه، چه مقاله، یعنی آد پیج بیشتر دیده میشه. دلیلش هم اینه، شما اینو بگید دستتون اینجوری فارسی باشی 1 3 5 7 بیشتر تو دیدتون هست، انگلیسی هم باشی اینجوری باز 1 3 5 7. اینو با آقای یزدانی هم وقتی آگهی میزاد توی نشریه ایرانیان گفتن، ولی بعضی از این صاحبان نشریه و اینها به خاطر اون جاهای بخصوصی که دارن و به خاطر اینکه کار داره عوض کنن، این وقتا میگفتن حروف بندی در اصل انجام نمیدن، ولی مقاله شما به نظر من بهتره توی صفحه های جناب مهدی ذوالفقاری چرا تصویر نه، از کی میترسن؟ بابا آقای ذوالفقاری از کسی نمیترسه، بنده خدا سر کارشه و عکساش، ویدیوهاش، عکس، حتی عکس دخترش، عکس نوهش همه رو هم گذاشته. و اتفاقا من به همه میگم اگه شما دیدید آقای شادانلو اون روز برنامه داشت، یه روز آمدن مثلا اینترنت خوب نبود، خب اگر من میشناسمشون شما میشناسشون یه روز اشکالی هست با عکس بیان هیچ مسئله نیست. یه روز یه نفر یه جایی هست امکان اسکایپ نمیگه، من با تلفن میام عکسشو از رو فیسبوک میذاریم. اینا نمیترسن، اون کسی میترسه که با یه اسم قلابی یا با عکس شیر یا نمیدونم عکس اسب رخش ترستم اونجوری میاد، از اونا بترس. آقای علی ترابی در اصل بذار ببینم آقای ذوالفقاری چیزی اینجا گفتن یا نه. و این بهرنگ دوست ما باید یه دعوتش کنیم بیاد مهمونمون باشه، یه 10-15 دقیقه صحبت کنه. ایشون همون کسی هست که از من میپرسه که از مهمونت بپرس که به اسلام باور داره، اگه به اسلام باور داره به مجاهده هم باور داره. گفتم آقا این چه حرفیه، شما از مادر بزرگت بپرس که به اسلام باور داره، تا گفت من به اسلام باور دارم بهش میگه خب بلرش اسباب جمع کن برو اشرف یا برو لیبرتی. آقا همه مسلمان ها که به مجاهدین، اصلا این چه منطقیه؟ ایشون نوشته مهربان سوربی، والا ما همه از نامهربانیمون صحبت میکنن. حالا خیلی ممنون که شما ما رو مهربان دیدی. وقت میرم یه جایی طرف میگه آقا چیز هستی بچه مشهدی؟ میگم نه من بچه شیرازم. میگه آقا شیرازی ها همه شون خوبن. میگم آقا من یکی استثناء هستم. دوست گرام باید ذهنیت را دگرگون کرد، تا زمانی که ذهن ناهوشیار ما درگیر این مسائل باشد یعنی هنوزم برده و بنده هستیم، یعنی آزاده ها آزاده آزاده ورها نیستیم. عزیز من این با آموزش و زمان حل میشه، ولی از این که شما امروز بری خونه به بابات بگی آقا بابا ببخشید این قرآن بیار من میخوام فلان کنم توش، بابات هم از دست میدی، بابات میگی گم شو دیگه تو این خونه نیا. ولی اگه با بابا قواش یواش 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 صحبت کنی، سالها پیش یه دوست داشتیم مهران قفاری هر جا از سلامت خوب باشه، این دندوناش کج موبش شده بود از بس دعوا میکرد کاراتو فلان نیا، یه روز دیدمش کش بسته بود تو دندونش، دیده بودید برای که این دندونا یا سر جای یه چیزایی میبستن مثل کش. گفتم مهران یه اذیت نمیکنه؟ خندید گفت بشر اگر یه میخی هم یواش یواش بزنی تو کلش عادت میکنه. شما اینایی که خال کوفتن، اینایی که نمیدونم چی، نگاه کن شما یه دفعه میگی آقا از امروز هر کی گفت انشالله با سنگ بزنیم سنگسارش کنیم، خب تفاوت تو
با اونی که میگه نمیدونم تو افغانستان یا تو ایران اگه یه آقایی یه زنی یه کاری کرد سنگسارش کنیم چیه؟ اونم میخواد یه دفعه همه رو ببره بهشت، تازه خودش نمیدونه که خودش وسط جهنمه. آقا بذار هر جور آزاده صحبت کنه، بذار هر جور دلش میخواد، هر مذهبی میخواد داشته باشه، تا زمانی که به شما ظلم نکنه، تا زمانی که ساعت 4 صبح از اون نخونه پشت مجلس خونتون که تو مسجد که نمیدونم مادرت یا خواهرت اگه بیماره مریضه، اگه بیمارم نباشن خوابیده باشن بترسن. ما میگیم دنبال یه همچین جامعه میگردیم، ولی ما که نمیخوام تفتیش عقاید کنیم. آقا شما چه مذهبی دارید؟ حالا بگو ببینم، شما اگه مسیحی هستی پروتستان هستی یا نمیدونم، دیدی یکیش نوشته که چی؟ House of Christ، خانه جیزس. آقا این که قرار بود خانه خدا باشه. حالا علی قرار شده یکم اینجا انگلیسی بخونه و اینها، بعدا بیاد با ما فارسی چیز کنه. امتحان انگلیسی که قبول شد بعد ما باش فارسی صحبت کنیم. مهربان صلبی، امید است با هم بیشتر در ارتباط باشیم. من حالا یه سوالی از شما میکنم. خدا وکیلی، لوتیگری، دوستانه، شما به پسرمون مثلا اسمش کامرانه، خدا بیامرز پسرم، به من اسم کامران، بهش میگی مهربان کامران یا میگی کامران جون کاکو بیا اینجا بینه بیا؟ آقا همونجوری که با دوستات صحبت میکنی با من صحبت کن. من بارها به این اون گفتم آقا من با درود گفتن هیچ مشکلی ندارم، با بدرود تا درودی دیگر هیچ مشکلی ندارم، ولی از شما سوال میکنم، شما زنگ که میزنی به خونه بابات، به خونه مادرت، میگی بابا جون درود بر شما، یا میگی بابا جون سلام، سلام علیکم، چطوری؟ آقا اینجوری باشید، نذارید یه آخوند شپشو زبان و حرف زدنتون عوض کنه، خودتون باشید، همین که هستید هستید. آقا کسی که تا چند سال پیش علاو زنجیر مینداخت تو سینه‌اش، حالا رفته فرهبهر گذاشته، حتی بلد نیست که این فرهبهره، میگه فروهر، میگم آقا برو بخون. بعد تازه این چیه؟ خود این برو تو داستان ها نگاه که اصلا این مال ایرانی ها نیست، این یه سمبولایی که خدا میدونه کی اومده زده اینجا و اینها، چه ماجراهایی، همیشه علکی خوشی بدرود بدرود. آقا چرا نگفتی سلام؟ چرا گفتی سلام وقتی اومدی؟ بعد که میخواد خداحافظی کنه میگم سلام داداشتم برسون. ماجرای هادی خرسندی، امید است با هم بیشتر در ارتباط باشیم. ما که این چیشمون از این چیشمون خوشحال‌تر میشه. امروز دیگه باید با شرافت ایرانی بخواین. آقا کدوم شرافت ایرانی؟ تو چه زمانی ایرانی تا گفت من ایرانی هم شما گفتی آقا ایشون شرف داره بده $1000 دستش؟ چرا دروغ به خودت میگی؟ تاریخ شما من بگو کدوم زمان؟ زمان کوروش؟ زمان زرتشت؟ همون زرتشتی گفت خدایا دروغ را از دست از ما ببر. بیا با هم صحبت به خائنین و تاق، به خائنین تاق که ایران و از شر اسلام و مزدورا و آدم فروشا و میهن فروشا. آقا قربونت برم قدم به قدم. یه دفعه من برای این آقای یزدان خداوندلو نوشتم آوری به اتفاق جهان میتوان گرفت، که آقا دست نگهدار جهان نمیخواد بگیری، فعلا همین تلویزیون رو نگهدار، همین کوچه و خیابونتون اینا. آقا شما یه دفعه میخوای دنیا و ایران و از شر اسلام و مزدورا و آدم فروشا و میهن فروشا آزاد کنی؟ ما 30 سال داریم سینه به سینه تو ایران همه رو آگاه میکنیم. این 30 سال که شما سینه به سینه همه رو آگاه کردین، اولا سینه به سینه یعنی چی؟ یعنی اینجوری بچه ها شوخی میکنن میزنن همدیگر رو که بیدن وقتی الان میخورن کی میخوره زمین؟ یعنی چی سینه به سینه؟ این سینه به سینه ما چند دادیم مثلا موسیقی ایرانی نوشتنی نیست، میگن سینه به سینه و گوشی و نمیدونم داستان اینا، یعنی چی؟ حالا شما این همه آگاه کردی، از این 30 سالی که زحمت کشیدی آگاه کردی، 30 تا دوست داری که امروز اگه بهش گفتی آقا من میخوام برم به جنگ، اینا که میگن ان شاءالله بیان همراهت، اکن آقا کوتابه وابده. و امروز بعد 15 سال که 29 نفر بودیم، امروز 23 میلیون و 400 این ممیز بذار که بفهمی، ایشون ادعا میکنه 23,453,000 نفر رسیدیم. آقا خدا بیشترت کنه، به نظر میرسه که سلولای شما یا اعضای شما بیشتر از سرطان رشد میکنن. موفق باشید. خب حالا که شدید 23,453,000 تا، برنامه‌تون چیه؟ میخواین چیکار کنید؟ کجا هستی؟ تو ایرانی یا تمام دنیا هستی؟ فردا روز شنبه، نه سیزده بدرا، نه چهارشنبه سوری،
یه روزی اعلام کن این 23,453,000 نفر بیان بشینن تو خیابون. آقا ماشین که نمیتونه رو همه بره له کنه که. یا اینکه دروغ میگید، خوشباوری، نئیو، ساده لو، و این رشد باینری هست. آه این باینری و اینها دیگه رفتیم تو ریاضیات و شیمی و فیزیک. لطفا من همین پشت در نگه داری، چون من دیگه الان 40 سال درس نخوندم، من جزو بی سوادا، لطفا هم اینجا وایمس. من یک ریاضیدان هستم و هم نجومدان. آقا کارت داریم، بیا اینجا تو رو خدا یه ستاره پیدا کن که بعد از زمین که آقای ترامپ داغون کرد بریم اون ستاره. و مستر فراهستی شناسی در 3 دانشگاه آمریکا اسممون ثبت شده. وقتی میگید اسممون، اسم اونا 235 میلیون یا شما تنها. و فقط من امروز و 15 سال پیش به عنوان فعال سیاسی هم در بین مسترهای پست انتولوژی، این ایرانی هم دیگه الان دیدی مثلا میگن فرا فلان، پس از فلان، اینجوری پست، مثلا شما لیسانس که میگیری و فوق لیسانس، حقیقتا پست لیسانسه. در هر صورت پست انتولوژی، شما این همه پیشرفت کردی به مردم ایرانی که 70 سال میگن انشالله، 60 سال میگن انشالله، میگی نگو انشالله، بگو امیدوارم، ولی نتونستی یک کلمه برای پست انتولوژی پیدا کنی. خب کار اون خرابه دیگه. آقا بزن تو گوگل ببین این پست انتولوژی به ایرانی چی میشه. انتخاب شدم برای آگاهی، برای رهایی ایران که باید بسیار با ظرافت انجام میشد، که امروز نتیجه اش را میبینم. فراهستی شناسی را ایرانی ها ابداع کردند و به ثبت رسوندنش، هستی شناسی را آنو یوسگالیای آمریکایی ابداع کرد، یا پوسگالیای آمریکا ابداع کرد، یا کلاس های عشق. حالا که صحبت از عشقه، بیا جلو. خب بیا آقا اینو یاد 4 نفر دیگه هم بده. من نمیدونم، من تا امروز هم چیزی نشنیدم. 100 تا چیز شنیدم، این یکی انجمن حلقه است، اون یکی انجمن دوستدارانه، این یکی انجمن فلانه. به هر کنشم میگی چند نفر عضوه، میگه آقا ما محرمانه هستیم، ما که نمیتونیم به شما بگیم. اونم تو مأمور جمهوری اسلامی، میگیم خب اگه میخواین همه عمرتون محرمانه زندگی کنین، چه تفاوتیه بین تو و قبرستون؟ این قبرستونم من میتونم بگم آقا من بزنم زنگ بزنم این نشنال سمتری بینم چند تا مرده اونجا خاکه، هر کی به من گفت بگم آقا مثلا من 100,000 تا عضو دارم، هر کی گفت کجا هستم میگم آقا من که نمیتونم بگم. گفت آقا خب بگو یه روز بیاد، میگم من که نمیگم بیام، شما میخوای همش بکشی. بعدم تو خودم بخندم بگم نگاه کن، همین منظور من این مرده ها بود. آقا طرفدارای شما، کلاس شما، فراشناسی، فراهستی، قربونت برم شما همین هستی رو به ما نشون بده دیگه، فرای این هستی رو نگه دار برای خودت. ولی متشکرم، ممنونم که بیننده برنامه هستی، برای من افتخار بزرگی هست. و اما ببینیم آقای ذوالفقاری هنوز اینجا چیزی ننوشته، احتمال همینه، چون میگم اون روز گفتن که چهارشنبه برنامه دارن، من گفتم خب اگر چهارشنبه برنامه دارید من میتونم برنامه چهارشنبه‌تون رو استفاده کنم. دوستان من یه دوستی دارم که هم دوستیم، هم یه مدت مخالف بودیم، یه مدت دشمن شدیم، دوباره دوست شد. خیلی خوشحالم که دوباره دوست هستیم. آقای رضا مشایخی، نه خیر، ایشون آشنای اون هنرپیشه نیست، ایشون بچه ممسنی و کازرون هست. اگه شما نمیدونید ممسنی و کازرون کجاست و جنوب فرانسه رو بلدی، نمیدونم آلپ سوئیس فلان بلدی، یه نقشه ای برو نگاه کنید، یکی از جاهای زیبای استان فارس همین کازرونه، ممسنی و یاسوج و اینا، خیلی قشنگ. و ای کاش پادشاه ما ایرانی بود، ایام تابستون میرفت یاسوج، ایام زمستون میرفت بوشه، و من و شما میگفتیم بابا ببریم همون جایی که شاه رفته. میگو کجا رفته؟ میگو آقا یه دفعه اومده بوشه، این سر راه بوشه برازجون یه قهوه خونه هست ننه حسین، شاه وایساده اونجا نهار خورد. آقا ببین بعد بعد ننه حسین چجور میلیونه میشه. حالا ما عقب افتاده، یه رستورانی تو فرانسه شاه رفته وایساد چای خورده، اسم اون رستورانو گذاشتن شاه، هر کی میره اونجا میره اونجا. خب عقب افتاده هستیم، دیوونه هستیم،
هستی رو نشناختیم. ما شما میخواد بری فرا هستی، مثل که به بچه بگی بیا اینجا اسم بنویس، ولی نمیخواد دبستان بری، نمیخواد مدرسه راهنمایی بری، برو اونور تو دانشگاه. این کاری که این هومر آبرامیان احمق کرده، دانشگاه کوروش، دانشگاه مهر، دانشگاه مهر ایران، دانشگاه ایرانیان فرهیخته. به یکیشون بگو آقا 30 سال تو آمریکا هستی، یه نامه بنویس برای اداره آب، میگه وایس بچم بیاد. دوستان اگه چیزایی که من میگم ناراحت میشید، از خودتون سوال کنید چرا ناراحت میشید. این درست میگه که ما ناراحت میشیم یا این دیوونه است؟ اگه من دیوونه هستم، شما چه دیوونه هستی که برنامه من نگاه میکنید؟ اگر دیوونه نیستم دارم یه چیزی میگم شما ناراحت میشید، شما همونی هستی که من دارم میگم. برگردیم مقاله خانم شایسته الهامی صفحه 5 رو قرار شد بخونیم و ببینیم که ایشون در اون مقاله چی نوشته. من منتظر بودم که در رابطه با این برنامه چهارشنبه و این خشم و اینا، چون خانم الهامی باز توی نوشته هاشون توی فیسبوک گفتن که بابا نمیشه که تو 5 ماه یه دفعه همه دنیا با مسلمان ها مخالف بشن، نمیشه که تو 5 ماه اینجوری نژاد پرستی سفیدا نمایان بشه. میدونم نمیشه، ولی یادتون باشه یک جایی تو یه روز ببینید یه فرصتی پیش میاد، تا اون کسی که میخواد بیاد به من و شما چاقو بزنه اون فرصت رو پیدا کنه. و آقای ترامپ امروز این فرصت رو آماده کرده برای آدمای بی سواد احمقی، نژاد پرستی که فکر میکنن نژادشون از من و شما بهتره. حالا تازه بختی بری اگه اون چیزی که میگه باشم، اگه نمیدونم وایکینگ و نمیدونم اروپایی باشه، خود اینا یه سری آدمای آدمکش و بربر و دزد و قارتچی بودن، ولی بلد نیست، سواد نداره. این آقای ترامپ اون در رو باز میکنه. شما یک شهری بساز خیلی محکم، دژ اصلا سخت، نمیدونم دیواراش اینجوری، 4 تا نگهبان این ورون ورش، ولی یه احمقی بیاد دره رو باز بذاره برای دشمن بیاد تو. آقای ترامپ این حماقت رو داره انجام میده که الان با این حرفای نسنجیده. یه چیزی هم بهت بگم، باور کنید دلم براش میسوزه. ببینید چجوری خودش با دست خودش، با زبون خودش، خودش انداخته تو این دردسر. این اگر حرف نمیزد اینا، باید مردم میگفتن آقا 4 سال میگذره میره. الان خودش، دامادش، تمام اینایی که براش کار میکنن، حتی دیروز نخست وزیر، یا ما میگیم نخست وزیر آقای میدون شاهی، اون وقتا که با ما قهر نبود، میگه نگو نخست وزیر، آمریکا نخست وزیر نداره، معاون رئیس جمهور داره. ما با اسپانیا هم نمیگن گو، میگن که چه فرقی میکنه. در هر صورت این آقای پنس رفته وکیل شخصی استخدام کرده. کی میری وکیل میگیری؟ موقعی که یک کاری کردی خودت میدونی خطا، یا یک کاری کردی میدونی میان دنبالت. حالا صبر کنید ببینید. امروز حتی یه ریپابلیکنی، این را من تو رادیو شنیدم، امروز حتی یه ریپابلیکنی داشت صحبت میکرد که آقای ترامپ ممکنه بره، و این دفعه اینجوری نیست که این که میره پنس بیاد بشه رئیس جمهور و اون آقا بشه معاونش، این بار ممکنه اون را هم با خودش ببره. یعنی آقای پنسی که اقلا فرموندار بود و اینها یه اعتباری داشت، اون مثل که وضعش از این هم که هست خرابتر خواهد شد. و اما من این نوشته رو باید می‌نوشتم، روی این ننوشتم، تنبلوازی در آوردم. صفحه 28 بود و صفحه چند یکی دیگه، آهان، صفحه 6، صفحات 6 و صفحه 30. چرا من رفتم 28؟ اونجا مقاله شما بود. خب خیلی هم خوب، بذار ببینیم صفحه 30، 29، 30، این اندازه این. و اما رو 28 وایستاده، عوض نمیشه. نکنه این لینک که شما برای من فرستادید فقط مال صفحه 28ه. برای من وقتی لطف میکنید میفرستید، البته ایشون میگن برای شما تنها بفرستم. ای کاش همه اون نشریه رو بفرستید. شایسته الهامی 12/6/2000. شما خیلی قشنگ مثل همون روش ایران روز و ماه و سال
تو آمریکا من نمیدونم اینا دیونه هستن، اول ماه رو میندوسه بعد میپره روز بعد میپره چیز. و بعضی وقتا خیلی وقتا اشتباه میشه، حالا اگر از مثلا روز دوازدهم به اونور دیگه ما میدونیم که سیزدهم میفهمیم این روزه، ولی مثلا همین الان شیش دوازده نمیفهمیم این دوازده جونه یا ششم دسامبره. البته خب چون دسامبر 2017 نیومده هنوز چیه، من که قشنگ دیگه می‌نویسم مثلا ششم می‌نویسم 12 جون 2017. استیفان کینزر نویسنده کتاب همه مردان شاه، دو بار من با این آقا مصاحبه کردم، مصاحبه رو ببینید. و جالب اینه که یه روزی من نشسته بودم تو تلویزیون رنگارنگ، یه خانمی و با یه آقایی رو از یه رادیو تلویزیون دیگه آمدن و اینها، و اون سلام علیک و اینها، اونم گفت من آقای استیفن کینزر هستم و اینها معرفی، بعد گفتن که این آمده مصاحبه کنه. بعد معلوم شد اون آقایی که اومده با این مصاحبه کنه دیگه انگلیسیش از من خیلی داغونتره، از من خواهش کردن که باهاش مصاحبه کنم. باهاش مصاحبه کردیم، آشنا شدیم. دفعه بعدم یه کتاب دیگه نوشته بود، اونم اینجا شما بنویسید سوربی استیفن کینزر مصاحبه رو نگاه کنید، در اصل نوشته بود. ولی بعضیا باور دارن که این یه مقداری از جمهوری اسلامی پول گرفته، سفرهایی که اونجا کرده یه کمی سیبیلش رو چرب کردن، چلو کباب بازار، نمیدونم دشت ارجن شیراز، ماسکنگر اینا بهش دادن، کنگر ماس. عربستان سعودی وضع دنیا را بی ثبات میکنه. سعودی عربیا is destabilizing the world. بله disable کردن یعنی stabilization. ماشینا هم دارن یه دکمه هایی میزنی که خیلی چیز نکنه. این مقاله در باستون گلوب، The Boston Globe و فیسبوک او و Information Clearing House فقط فارسی می‌نویسیم، انگلیسی بنویسیم بهتر می‌تونیم. Information Clearing House یک نشریه‌ایه، فکر کنم همین هم هست که اینقدر پول میده، نه جایزه میده یا اون یه چیز دیگه است تو همین اسم، تو همین بر همین مایه، چی میگن تو مایه همین. این از ترجمه از آن مطلب. خیلی ممنونم که اینو اینجوری گذاشتید ما بتونیم هم بخونیم هم نشون بدیم به دوستان. اجازه بدید دوستان ببرمتون روی کامرای 3 و اینجا. علی آقا بیا بشین اینجا برای ما کامرا سویچ کن، میگن آدیو ویدیو سویچر. اوکی بله، اسم خانم شایسته الهامی رو با فارسی هم توی گوگل بزنی پیدا میشه مقاله ها و فیسبوکشون و اینها. و اما آقای سوربی جدیدن همه آتش به اختیارن. آقا مگه قبلا نبود؟ همیشه آتش به اختیار بوده، تا دیروز نبود، تا قبل از اینکه خامنه ای بگه نبود. هر دیوانه ای، هر بسیجی، هر پاسداری، هر پاسبانی، هر ساواکی نمیتونست دست ببره به اسلحه به من و شما شلیک کنه. حالا اونا رو ول کن، من و شما تو خیابون همدیگر نمیتونستیم بزنیم. پس همیشه آتش به اختیار بوده. اتفاقا اگه اشتباه نکنم یا آقای تا مطهری یا چیز گفته آقا این آتش به اختیاری که میگید، حالا طرف مقابلم آتش به اختیار داره، حواستون باشه. خب این مقاله در فلان و فیسبوک و اینها مینویسد، به نظر میرسد چند ماه پیش استاندارد جاکارتا، بزرگترین استاندارد، ببخشید من خوندم استاندارد اینجا، اوکی، استاندار جاکارتا، بزرگترین شهر اندونزی، برای براحتی در دوم انتخاب بشود. فردی مسیحی در شهر و کشوری که بیشتر مردم مسلمان را دارد، ناگهان همه چیز به طور خشونتباری تغییر کرد. به بهانه اینکه استاندار مطالبی ناخوشایند در مورد قرآن گفته است، عده مسلمان در خیابان‌ها ریختند و او را تقبیه کردند. در مدت کوتاه او انتخابات را باخت، دستگیر شد و به خاطر کفرگویی به 2 سال زندان محکوم شد. این حادثه مهم یک زنگ خطر است، زیرا که مردم این کشور نسبت به عقاید و رفتار سایرین همیشه از صبورترین افراد محسوب می‌شدند. اسلام اندونزیایی در آن مجمع الجزایر وسیع یک باور بی‌تعصب و ملایم است. دوستان یه اسلامی هست، نمیدونم بهش میگن بدوی یا بدوی، مثل که اون از همه‌شون بهتره، کار به کسی نداره، سرشون به اصطلاح مهر نماز خودشونه. مسئله گیج کننده این است که سقوط استاندار، آها اون همون اسلامیه که توی کشور عمان هست، OMAM، نه عمان نه عمان، عمان، و همون که آقای سلطان قابوس، که جالب آمریکایی‌ها وقتی میگن سلطان کابوس، آدم یادش میفته که الان یه کابوسی، یه نایتمری میاد سراغش.
یک زنگ خطر هست و اینها. بعد میگه مسئله گیج کننده این است که سقوط استاندار خلاف آن و نشان دهنده بی‌طاقتی مردم به یکدیگر، تنفر فرقه‌ای و اهانت و خار شمردن دموکراسی بود. بنیادگرایی در اندونزی موج میزند و این به طور طبیعی اتفاق نیفتاده است. عربستان سعودی دهه‌ها بله عربستان سعودی دهه هاست که تلاش میکند اندونزی را از طرف اسلام معتدل به سوی وهابیزم سختگیرانه بکشد. مبارزات سعودی با صبر و با چهره متفاوت و بلخرجی صرف زیاد هزینه زیاد همراه است و این در تمام کشورهای آسیا و آفریقایی آیینه‌وار نشان داده میشود. آینه‌وار نشان داده میشود یعنی برعکس نشون داده میشه، یا چون آینه حقیقت رو نشون میده. اینم یه ماجرایی ها. رؤسای جمهور متوالی ایالات متحده به عربستان، رؤسای جمهور متوالی ایالات متحده به عربستان اطمینان دادن که آنها دوستان ما هستند و برای ما آرزوی بهترین ها را میکنند. بله ما میدانیم که اسامه بن لادن و بیشتر ربایندگان هواپیما 11 سپتامبر اهل عربستان بودند و هیلری کلینتون وزیر امور خارجه زمان اوباما 8 سال پیش در یک خبر سیاسی مینویسد کمک کنندگان مالی عربستان سعودی یک منبع مهمی را تأسیس میکنند که باعث به وجود آمدن گروه های تروریستی در تمام دنیاست. واقعه اخیر در اندونزی پروژه سعودی را بی‌نهایت زیانبارتر از کمک مالی تروریست ها نمایان میکند. عربستان سعودی ثروت خود را که بیشتر از ایالات متحده می آید صرف آن می کند که تمام ملت را به یک اسلام رادیکال تبدیل کند. ما داریم قاتلان خودمان را کمک مالی می کنیم و در آخر یک وحشت و ترور جانی. امروز من این 88.5 رو گوش می دادم دوستان، اصلا مغزم داشت سود می کشید. می گفت که ما با ایران یک جنگ همون نیابی نیابتی میگیم دیگه، پراکسی وار داریم که داریم توی یمن می جنگیم. بعد می گفت جالب اینه همین بحرین و اینا رو، بحرین نه اون قطر رو آورد جلو. بعد گفت شما نمی دونید چقدر افراد شخصی تو عربستان سعودی برای ما کار میکنن. و بعد همین چیزی رو که شما میگید خانم شایسته الهامی، می دونم که این ترجمه است، ولی همین چیزی رو که شاید اصلا چیز بوده، استیون کنزر بوده، چون من از وسط مصاحبه شنیدم، همین اون آقا داشت میگفت تو 88.5. اتفاقا گفتم کاش که بتونم پیداش کنم این مصاحبه رو بذارم. بعد گفتم خب چیزی داره میگه که هممون میدونیم. در هر صورت بله ما داریم قاتل خودمان را کمک مالی میکنیم و در آخر یک وحشت و ترور جهانی. مرکزی که اندونزیایی ها را به وهابیسم تبدیل میکند، دانشگاهی با نام لیبیا یا لایپیا در جاکارتا است که ثبت نامش مجانی است. خب معلومه دیگه. تمام ساختار آن عربی و استادان آن اهل سعودی است. زن و مرد جدا نگه داشته می شوند، لباس مخصوص دارند، موزیک و تلویزیون و بلند خندیدن ممنوع است. دانشجویان در آنجا مطالب فوق محافظت کارانه یاد می گیرند، مثل قطع دست دوست، سنگسار، زناکاران. این کلمه محافظت کارانه را دوستان درست استفاده کنید. الان نمیدونم که اینجا خانم الهامی این آخر میدونید یه چیز شده، مثل این هست که الان تو ایران اگه گفتی آقا من اصلاح طلبم بد میشه، این کلمه محافظه کاران هم از بس تندروا شدن محافظه کار همون کانسرویتیو ها، دست دار کلمه کانسرویتیو یعنی نگه داشتن، ذخیره کردن، حفظ کردن، به فکر فردا بودن. نمیدونم، همینه که میگم شماها خودتون باید مقالاتونو بخونید. سنگسار زناکاران و مرگ همجنسگرایان و مرتدین، بیشتر دانشجویان از 100 مدرسه شبان روزی میآیند که عربستان را در اندونزی سپورت میکنند، یا در 150 مسجدی که سعودی ها ساختن حاضر میشوند. در آنجا بیشترین بورس تحصیلی به دانشجویان پرداخت میشود شد و وقت که وقتی برمیگردن کاملا آماده هستند تا با تلافی کردن در مسائل سیاسی و اجتماعی و مذهبی غارت و ویرانی را در کشور خود انجام بدن. بعضی از این گروه های وحشت مثل حماس اندونزی و یا جبهه دفاع اسلامی قبل از آمدن عربستان وجود داشتند. سلمان پادشاه مشتاق برای نشان دادن برتری خود در مسافرت 9 روزه در مارس همراه با 1500 نفر اجازه داد که سالانه 200,000 نفر برای زیارت به مکه بروند و در صدد این بود که شعبه های دانشگاه این اسمش چی حالا لیبیا
لیبیا را ایجاد کند. حالا این کلمه لیبیا، لیبرتی، لایبریا، نمیدونم چه جوریه. بعضی از اندونزیهای مخالف هستن که ارزش‌های اندونزی تحقیر شود ولی از طرف دولت حمایت نمی‌شود و مدرسه نو غیر دینی هم وجود ندارد. در حقیقت وهابیزم را جایگزین می‌کنند. در حال حاضر این مدارس در پاکستان، افغانستان، بوزنیا هم وجود دارد. ضعف و فساد در حکومت مرکزی باعث آفرینش دریایی از بیکاران می‌شود که با آسانی با قول‌های غذای مجانی و جایگاه در سپاه و لشکر خدا وسوسه می‌شوند. ای خانم شایسته، من از شما ممنونم. اون دوستی که میگه ما باید اینا رو آماده کنیم، عزیز من یه ساندویچ ببر بده به اون بچه، برای سال دیگه آماده میشه. ولی از این که بچه‌ای که تو سطل آشغالی دنبال خوراک میگرده، شما حالا وقتی دیدی بهش میگی آقا چرا میگی سلام بگو درود، اون طرف میگه آقا اصلا این دیوونه است. آفرین. میگه که انقدر بیکاری اونجا زیاده که به آسانی با قولهای غذای مجانی و جایگاه در سپاه و لشکر خدا وسوسه می شود. موج بنیادگرایی که باعث تغییر در اندونزی می شود به ما درسهایی می دهد. اول در ماهیت دولت سعودی است که ما باید از قبل آموخته باشیم یک حکومت پادشاهی است که با ارتجاعی ترین فرقه مذهبی حمایت می شود. شاخه نظامی مذهبی این فرقه در خارج با دادن پولهای کلان به افراد مذهبی، آنها را به ضد غرب، ضد مسیحی، ضد یهودی بودن ترویج و تشویق میکنند. ضد مسلمان هم هست، ضد مسلمان هایی که با اینا نیستن. در عوض آنها را از انتقاد به پادشاهی سعودی و هزاران شازدهی که شاهانه زندگی میکنند باز میدارند. سعودی ها حمایت قاطع از القاعده، طالبان و داعش میکنند. این حقیقت را زمانی که سیاست خاورمیانه را مورد رسیدگی قرار میدهیم باید در نظر بگیریم. من متن انگلیسی اینو پیدا میکنم برای این ترامپ احمق توییت لینکش رو میفرستم، میگم خدایا واقعا دیگه میشد آمریکا از این پایین تر بره؟ آمریکایا خودشون میگن how low you can go، حالا دیگه ما how low we could go از این. بله، که شامل جدال جدید و اخیر هم در همسایگی با قطر میشود. موفقیت سعودی ها در تغییر شکل اندونزی نشان از اهمیت جنگ در مقابل عقیده دارد. در واشنگتن عقیده خلاف بر این است. آنها قدرت نرم را یک پروژه بی مصرف می دانند. سعودی ها با ریختن پول و منابع خود عقیده خود را ترویج می کنند و ما باید همان کار را انجام بدهیم. منظورش کیه؟ به ما که میگه، منظورش به اصطلاح من و شمایی هست که این مقاله رو داریم میخونیم، یا منظورش اندونزیه؟ درس بعدی و وضعیت اندونزی آسیب پذیر بودن دموکراسی را به ما نشان میده. در سال 1998 دیکتاتوری نظامی کنار گذاشت شد و حالا مبارزات احزاب سیاسی در انتخابات دموکراتیک برای حقوق همه به قدرت رسید، در حالی که دموکراسی را از بین برد. و این واقعیت باید باعث هوشیاری آنانی باشد که اعتقاد به یک سیستم سیاسی در تمام کشورها با تمام موقعیت ها دارند. مبارزات سعودی نشان می دهد که رادیکالیزه شدن اسلام جهانی با این رادیکال همون تندرویه دیگه، اینجوری بنویسیم بهتر نیست، با وقایع زمین لرزه به آرامی اتفاق می افتد. قصد امروزی رسانه ها نشان دادن خبرهای امروز است، در حالی که از خبرهای خیلی مهم غافل می شود. بعضی از روزنامه‌نگاران تاریخ نگار بعد از جنگ جهانی دوم روی مسئله مهاجرت بزرگ آفریقایی آمریکایی به عنوان یک داستان مبدع تاریخی نگاه کردند، ولی خیلی ها چون یک پروسه آرام بود به آن توجه نکردند. مبارزات طولانی سعودی ها دارد 8.1 میلیارد مسلمان را تغییر می دهد. نه ببخشید، از این وریه 1.8، چون هنوز 2 میلیارد هم نشده. و برای که این اشکال پیش نیاد، چپ راست نپره، اینم باید حروفی بنویسید. بله، 1.8 میلیارد مسلمان را تغییر می دهد و ما غافل از آن هستیم، ولی هر روز از بمبئی تا منچستر تأثیر آن را احساس می کنیم. سایت Information Clearing House مجموعه ای است که از نوشته های نویسندگان روشنفکر سایت های آنتی وار
کانتر پانچ و سایر سایت های مترقی. دوستان ببینید یه مقاله نویسندش رو گفتن، زحمت ترجمهش کشیدن، توضیح میدن که این کجا هست، به چه استنادی و الی آخر. و اگه یادتون باشه من معمولا مقاله ها رو اگر دو صفحه و اینها باشه نمیخونم، فقط یه پاراگرافش میخونم، ولی چون این داره شرایط امروز رو میگه از فرصت سوء استفاده کردم، با وقت شما این رو با هم خوندیم چون دیگه وقت ندارم. ساعت 3:52 دقیقه است، 8 دقیقه دیگه شما رو میبرم ایران. پای صحبت آقای حسن ارشاد بشینید. برنامه 134مین در رابطه با بهائی‌ها صحبت میکنه. برنامه امروزشون درباره طرد فضل الله مهتدی، مهتدی ملقب به صبحی صبحی توسط شوقی. اینم از این 4 بعد از ظهر میبینیم. و عکس شاه و ماه رمضان رو نشون دادم، عکس شاه و تیمسار رو نشون دادم، درباره تظاهرات ترکا در واشنگتن گفتم و آقای اردوغان هم فکر کنم اونم به زودی در به در میشه. این مرده که یه آدم فوتبالیست بوده، یه آدم درست حسابی بوده، توی ارتش بوده، بهش میگن آقا سیبیل تو بزن، میگه من مسلمونم سیبیلمو نمیزنم و نمیدونم فلان، بعد میاد قدرت میگیره. حالا ببینید داره چه کثافتی میزنه به به ترکیه ای که داش زور میزد بیاد تو اروپا. این ماجرای ترکیه هم خیلی جالبه، همیشه میگن دروازه بین آسیا و اروپا، ولی نه در نه وازه، هیچ که راش نمیده هیچ، فقط از صدقه سر ایران و این تحریم های آمریکا و اینها وضعشون از لحاظ مالی خوب شد که الان اردوغان یک ناامنی به وجود آورده که از لحاظ توریست و اینها وضعش به شدت بده. همین دوستمون آقای علی آقا از اونجا عکس میفرستاد که آقا کنار دریا عین قبرسون هیچ کس نیست. راستی چرا میگن عین قبرسون هیچ کس نیست؟ قبرسون که این همه آدمن، چون زیر زمینن پیدا نیستن. وقتی یه جای خلوته میگن مثل قبرسون هیچ کس نیست، چون اینایی که هستن بنده خدا همه زیر زمینن. البته این روزا قبرسون های چند طبقه لوکس، ماشاءالله ایرانیام که اینجا نمیدونی همشون سنگای بزرگ، حالا دیگه نگیم دیگه، مرده ها رو دشمن خودمون نکنی، همین شماها بس. عزیزان بالای 50 سال دنبال این شعر میگشتم. ممنونم از اون دوستی که برای من فرستاده. کی گفته سن که رسید به 50 فشار میاد به چند جا؟ این شعرش حتما شنیده بودید. میگه تازه میشی روبرا، عقل تو کامل شده، ذهن تو بالغ شده، تازه میشی مهربون. والا ما خیلی 50 ساله شدیم و دوستان 50 ساله رو هم دیدیم، اصلا از مهربونی خبری نیست. با همگان همزبون دنیا برد فان میشه. فان شدن یعنی لذت بردن. برنامه هات ران میشه، یعنی همه چیز ردیف و روبرا میشه. باد سرت کم میشه، ما تنها چیزی کم شد موامونه. دنیا جلوت خم میشه، همچی خبری نیست. خوب و فروتن میشی، همچی خبری نیست. قوی و پیلتن میشی، باز همچی خبری نیست. قدر تو بالا میره، وصف تو هر جا میره، قصه ازت دور میشه، چشم حسود کور میشه. آقا ما ایرانی ها چرا نمیخوایم حسود کور بشیم؟ بابا وقت بذار حسادت کنه، تو خوب باش بزنم حسادت کن، چرا بره کور بشه، چشم حسود کور بشه؟ اگر که ورزش کنی، سب باد میدادن به این میرسیدن همه این چیزا، اگر که ورزش کنی، تمرین و نرمش کنی، سالم و سرحال میشی، جوون و قبراق میشی، میتونی بری تا توچال. توچال هم اینه که میرن اسکی و اینا. این آقای بهمن باتمان قلیچ هر جا میشینه میخواد به همه بگه، اینم مثل ترامپ یه جورای دیوونه است، بگه که من این کار من اون کاره، همش میگه توچال من ساختم. آقا ساختی که ساخت. یادت باشه که این محفل بهائی‌ها شما باتمان قلیچ ها خراب کرد. بله، میتونی بری تا توچال یا توچال، روان و خوب و خوشحال، بخور هر آنچه خواهی، مرغ و برنج و ماهی، کلسیوم و شیر و ماز، بشنو تو این حرف راست، سبزی و میوه حتما، قند و شیرینی اصلا، شور نکنی خوراک تا کم کنی فشار، چربی و فسفر نخور که دور شی از مرده شور، از این به بعد نیت کن، قلب تو تقویت کن، تو پارک برو پیاده، بیغمپز و افاده مثل شما زیادن، محکم و واندادن، مبادا دیپرس بشی، نحیف و بیحس بشی، خنده نره زلبهات، شادی نره از چشاد، امید و جستجو کن، بگرد و زندگی کن،
لحظه ها رو شادی کن، خوش باش و خوشحالی کن. اگر که شادی کنی کورتیزول رو کم کنی، نمیدونم کورتیزول چیه، کورتیزونه اون سوزن میزنه، کورتیزول رو کم کنی، دوچرخه یادت نره، پا بزنی بهتره، با جوونا بر بخور، دوغ و دلستر بخور. این دلستر هم نمیدونم شابه تو ایران، من نمیدونم اون آب آلبالویه نیست. گاهی هوایی بخور، نون و کبابی بخور، با ریحون و تروبچه، ترشی، تره، پیازچه بازی کن و بچه شو، کودک پاینده شو با بچه ها بازی کن، شوخی و تننازی کن. اینا همش بهونه است، مثل شما یه دونه است. اینا این که میگن خیلی ها فشار میاد به چند جا، قبول، ولی چه باکت، مشو خموش و ساکت. کنون شنو پند من فامیل دلبند، کنون شنو پند من فامیل دلبند من، سلم که ملاک نمیشه، دلت باید جوان شه. پیری که خوش زبونه این جوان میمونه، همه میان کنارش صفا کنن با حالش. ماشالله چقدر این قصه میگه براشون، عوض میشه هواشون، بچه ها غرق رویان، بابا بزرگو میخوان، مامان بزرگ کجایی، امشب پیشم میایی. درخت اگر پیر میشه، پهن و فراگیر میشه، سایه میده فراوون تو گرمای تابستون. خلاصه سن 50 میاد سراغ شما، اما باید شد رها ز فکر سن بالا، فقط مراقبت کن، با سن مطابقت کن، زندگی کن سلامت، بی آمپاس و بی زحمت. برای فامیلامون دعای زیر رو بخون، فامیل زیر 50 امید مای والا، فامیل سن 50 مریض نشی الهی. آخرش هم نوشتن نمیدونم شاعرش کیه، ولی هر که هست خدا عمر با عزت بهش بده، تقدیم به همه عزیزان 50 سال به بالا. ممنون و متشکرم دوستان عزیز. ساعت 3:59 است. همینجا بهترین حال براتون آرزو میکنم. آخر هفته است و دوشنبه با شما خواهیم بود. برنامه ها رو دنبال کنید، به دیگران معرفی کنید. 2-3 فیلم سینمایی گل، بالاخره یکی پیدا شد. گاه سربی شما و دوستانتون اینقدر همدیگر رو کچل کردین و فوش دادین و فضیحت و توهین، به کجا رسیدید؟ آقا من هفته ای 3-4 فیلم میفرسم، شما نشون بده، هزینه‌ش هم میدم، یه هزینه خیلی کمی پرداخت کنه، ما این فیلم‌ها رو به شما نشون میدیم. اگر هم شما لذت ببرید، گفت دیگران کاشتند و شما تماشا کردید و خوردید، شما هم بکارید و دیگران بخورند. شما هم کمک کنید، ویدیوهایی که دوست دارید، فیلمایی که دوست دارید، آوازی که دوست دارید پخش کنید. بستون آوازم حرف بزنم. نه دیگه نمیشه. ساعت 4 آقای حسن ارشاد از ایران. برنامه آوا رو دیدیم، کانون آوا روی فیسبوک هست، برنامه من هست روی فیسبوک هست، برنامه آقای حسن ارشاد هم روی فیسبوک میذارم، فیلم ها هم به ترتیب نمایش داده میشه. روز روزگار بر شما دوستان خوش. یک بار دیگه هم اینو بهتون نشون میدم که شما میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، هم با افتخار میگم تلویزیون ایران، تلویزیون مردم تنها تلویزیون ایرانی که هم مستقل بوده هم مستقل خواهد بود، به دلیل اینکه سرش آویزون نیست یا خودش آویزون نیست به این و اون، به حزبی، به سازمانی، به فردی، و با افتخار میگه که ما اینجا مثل یه مغازه که ماشین مکانیکی داره، مثل یه مغازه که نونوایی داره، ما هم 4 قلم جنس داریم: آگهی، ایرتایم، تبلیغات ویدیویی، فیسبوک. دست افتخارم میکنیم. روز روزگارتون خوش، با امید دیدار دوشنبه.